بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 1400 هست، برابر با 21 ماه می 2021. گویا در ایران چند روزی بیشتر به انتخابات باقی نمونده و بازار انتخابات خیلی داغ. اگه شما بری یه سر بزنی توی تلویزیونای ایرانی یا حتی بری روی کلاب هاوس و اینها، میبینی 8000 نفر 50000 نفر میان. و جالبه برای من، افرادی که سالها تو این رژیم بودن، امتحانشون رو پس دادن، نشون دادن که بلد نیستن این کار رو، مدیریت رو بلد نیستن، نشون دادن آدم ها رو میزنن، میکشن، زندان میندازن، باز مردم میخوان به اونا رای بدن. از اون رئیسی گرفته که یه اسمی هم براش گذاشتن، نمیدونم قاضی قاتل یه هم چیزی، تا اون لاجوردی و لاریجانی، برادران لاریجانی و اینها. و هی از منم دعوت میکنن که بیا توی این اتاقا. میگم آقا بیام برای چی؟ ولم کنید، دارم برای خودم راحت موزیک گوش میدم، یه چیزی میخونم، یه چیزی یاد میگیرم، بذارید من یه امتحان کنم. اگر یه وقت شما تو کار ویدیو و آدیو اینها هم بودین و صدا و تصویر به اصطلاح سینک نبود، همزمان نبود، آزمایشش به این صورته که اینجوری میکنید، اون وقت وقتی فیلم رو نگاه میکنید میذارینش توی اون دستگاهی که ادیت میکنید، میفهمید که چند تا فریم عقبه یا چند هزارم ثانیه عقب جلو هست. ما این کار رو با کمک دوستی در فلوریدا به نام اسکات انجام دادیم، متوجه شدیم که صدای میکروفون ما 60 هزارم ثانیه یا 60 میلی سکند زودتر از صدای سودتر از تصویرمون هست. و البته من بارها گفتم دیگه، تصویری که یه عکس میاد میشینه اینجا حرف میزنه، والا اینو نشون ندیم، عکس نشون بدیم و کارتون نشون بدیم و اینها، بهتر و زیباتر خواهد بود. خب اینم از این، و برنامه هم اونجا هست، رنگ و تصویر و اینها یه مقداری بهتر شده. گفتم 700-800 دلار بدهکاری برای ما بالا آورد و ما امیدوار بودیم این آشغالی اومده، من ببینم بله قشنگ با دستگاه میاد این سطل آشغالو میگیره و میگه چه خاکی بر سرم کنم، این بیچاره آشغالی ها خاک حالا دیگه بر سر نه، پشتش میریزه. بعد با اون سفورای ایران مقایسه میکنم که هنوز که هنوزه اون جاروهایی هست که از یه سری درخت خشک درست میکنن این بنده خداها. البته باز یه لباسی بهشون دادن که شب دم صبح سحر که تو خیابون هستن ماشین نزنه بهشون، دیده بشن. امیدوارم یک آدم با وجدانی بیاد رئیس جمهور بشه، مردم هم واقعا کاری بکنن که اینها مجبور بشن جوابگو باشن. حالا ببینیم نتیجه انتخابات باز چی میشه. در اصل لاریجانی رو دیروز توی اتاقای مختلف بود، ولی امروز همه صداشون در اومده بود که این آقا خیلی قشنگ، البته حالا دیگه کلاب هاوس که تصویر نداره، ولی نگاه تو چشمت میکنه، دروغ میگه، بمانه. خب چین هم روی کره مریخ نشست، باورتون میشه؟ اینو خط بزنم. هفته گذشته خبرهایی که همه رو مشغول به خودش کرده بود، حمله اسرائیل به فلسطینی ها بود و حمله حماس به اسرائیلی ها. و یه دفعه توی ایران یه خبری به قول دوستان مثل بمب منفجر شد که یه آقای کارگردانی رو پدر و مادرش به اصطلاح به قتل رسوندن، و وقتا میگفتن سر بریدن، ولی این رو اول مسمومش کردن و بعد به قتل، یعنی قرص خواباور بهش دادن، بعد بدنش رو تکی تکی کردن، فکر کنم میگیم مسله و سین سنخته، و بعدم گذاشتن تو چمدون رو بردن بریزن تو سطل آشغال. خلاصه پلیس گرفته و دادگاه و اینها، ولی مرده که یه سرهنگ ارتش بوده میگه خیلی هم خوشحال این کار انجام داده. بعدن گویا معلوم شده که ایشون هم دخترش رو کشته، هم دامادش رو کشته. خلاصه خانواده بسیار عجیب و غریبی هست. اون آقای کارگردان هم گویا یه آدمی بوده که پدر و مادره میگن اینا رو میزده، 47 سال یا 48 سالش بوده، هنوز تو خونه زندگی میکرده، اسمش بابک خرمدین بوده. تا اینجا رو شما داشته باشید. این آقایی که به نام مجتبی واحدی چند سال پیش اومد آمریکا بعد اون ماجرای کروبی و حصر خانگی و اینها،
من خب دیدم آدم به اصطلاح ما یه ضرب المثل بدی داریم تو ایران، میگیم سرش به تنش میارزه. دیدم خب نویسنده بوده، دبیر، سردبیر روزنامه آفتاب یزد بوده و اینها. بعد دیدم نه آقا، اینا هر کی هم بوده باشن و هر کاری هم انجام داده باشن، همین که مغزشون اون به اصطلاح حزب اللهی است و فکرشون با جمهوری اسلامی بوده و همکاری کردن، اینا آدم بشو نیستن. حالا این آقای مجتبی واحدی که اینجا توی چیزی هم کار میکنه، مغازه‌ای فکر کنم مال، یعنی شریک شده، چون یه دوست مشترک داشتیم، این به من پیشنهاد کرده بود که بیا یه مغازه باز کنیم. گفتم آقا ولمون کن، اینا اگه سودی داشت اونا نمیذاشتن من و تو باز کنیم، برو به چیز برو به اصطلاح کارت برس، بذار ما به کارمون برسیم. خلاصه آقای مجتبی واحدی اومده میگه که گوش کنید دوستان، فهم، میگه که فکر میکنه، حدس میزنه که آخوندا به پدر مادر این پول دادن و قانعشون کردن که بیان پسر خودشون رو سر ببرن، چون میخوان اسم بابک خرمدین بد بشه. گفتم این اگه اینجوری بود باید به بابک خرمدین پول میدادن پدر مادرشو بکشه که بعد بابک خرمدین بشه قاتل، اینجوری که بابک خرمدین مظلوم شده. آقای واحدی یکم استراحت کن عزیز من، یکم بخواب، لازم نیست هر روز برنامه داشته باشی. من خودم یکی از اونایی هم که 8 ساعت 9 ساعت میمادم میشستم جلو دوربین برنامه میذاشتیم، بعد دیدم اصلا ما چه برنامه های افتضاحی، چه وقت تلف کردنی، هم وقت خودمون رو تلف میکردیم هم وقت مردم. در اصل من به شما پیشنهاد میکنم یه مقداری، مخصوصا الان میبینم به اصطلاح خانوادت و اینها هم هستن، بیشتر با اونا باش. لازم نیست شما هر روز ویدیو بسازی، لازم نیست درباره هر چیزی قضاوت کنی. تا افرادی هستن مثل آقای امین فردین و دیگران که اصلا کارشون اینه، بذار اونا درباره هر چیزی قضاوت کنن، درباره هر چیزی ویدیو بسازن، ولی شما این مزخرفات رو نگو. شما برنامه یه وزنی داشت، یه کیفیتی داشت، اینفورماتیو بود، یه اینفورمیشنی به آدم میداد. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای فرهاد زمانیان هم هستیم از ایران. آقای زمانیان واقعا این کلاب هاوس شده یه ابزاری به دست این افراد بی صلاحیت ایرانی. بعد کلاب هاوس فلسفه وجودیش و پیدایشش این بود که همه اونجا مساوی باشن، همه بیان، اگه حتی 8000 نفر اونجا هستن، سوربی دست بلند کنه به نوبتش 2 دقیقه حرف بزنه، آقای زمانیان دست بلند کنه به نوبتش 2 دقیقه حرف بزنه. الان تا سوربی میره یه جا میزنن بیا بالا، تا میره بالا میکننش مودریتور. آقا من چی کار دارم به مودریتوری که بتونم کیو بندازم بیرون، کیو دعوت کنم؟ حالا مجبور بشیم، راست میگه این شهرام همایون، به یه اسم دیگه ای بریم، حسن علی مثلا مختاریان، یا ما یه دوستی داشتیم نظر علی رئیسی، خیلی هم پسر زرنگی بود، یا با اسم دیگران بریم و ببینیم چی میگذره. این لازمه که ببینیم تو جامعه همون چی میگذره. متاسفانه من 2-3 تا از این برنامه ها رو گوش دادم، دیدم بابا بی خود نیست که جمهوری اسلامی و آخوندا اینجوری سوارن و مردم هم این خیالشون نیست. ماها نمیتونیم توی جلسه 10 نفره 15 نفره درست مثل آدم بشینیم با هم صحبت کنیم، نوبت هم رعایت کنیم، بعدم توی این اتاقا هر کی میاد حرف میزنه داد بیدادشو میکنه، بعدم میگه من رفتم، ول میکنه میره. که به نظر من باید یه دستگاهی باشه اینایی که حرف میزنن بذارن مجبورش کنن بمونه حداقل 30 دقیقه حرفای بعدی، آدمای بعدی رو درباره حرف خودش هم گوش کنه. خلاصه این کلاب هاوس باغ وحش عجیبیه. آقای زمانیان اگه تا امروز نرفتی، تلفنت نمیدونم آیفون یا اندروید، الان هر دوتاش، چون قبلا فقط آیفون چیز داشت، آیفون فقط میتونستی این پروگرام رو بذاری، خلاصه الان اندروید هم بهتون این اجازه رو میده، بذارید استفاده کنید. ولی من خودم الان چند بار چند هفته گفتم که واقعا میخوام اینو وردارم و از شرش خودم رها کنم، ولی یه جورایی مثل اعتیادم هست، هی میگی حالا ببینم امروز چی میگذره. بذارید من 1-2 تا عکس که گرفتم از کلاب هاوس بهتون نشون بدم. کلاب هاوس 1، این یه عکسشه. ببینید اولا مردم اصلا رعایت نمی کنن که قانون اونجا چی گفته
بذارید کپچر سلکت ایریا، این مثلا صفحه یکیشونه. ببینید کلاب هاوس به شما میگه که بله کامرای دو به شما میگه که با اسم خودت بیا، با فامیل خودت بیا و یه بیوگرافی کوتاه هم از خودت بنویس. شما نگاه کنید مثلا این آقا به اسم جلیل جی هنر، حالا نمیدونم فامیلیش هنره، خب اگه فامیلیت هنره دیگه مینوشتی هنر دیگه، چرا پرانتزی و نمیدونم ابریویشن و اینا. بعد نوشته ادب مرد بهز دولت اوست، هر چیز که در پی آنی آنی. ما همش وقتی میخوریم به بنبست دنبال این میگردیم که یه جوری با شعر و ضرب المثل و اینها خودمون رو به اصطلاح قانع کنیم. آخه این چی آقا بنویس تو کی هستی؟ البته ناگفته نماند، شما اگه برید تو کلاب هاوس تعداد دکترا از آدمای معمولی بیشتره. این کلاب هاوس یک، حالا کلاب هاوس دورم بهتون نشون بدم. این فقط دو تا نمونهش هست. ببینید این آقای کامرای تو، آقای ابوالفضل رحمانی، نگاه کنید بالاش نوشته معلم، مشاور و روانشناس، رئیس گروه اسبق مشاور آموزش پرورش تهران، رئیس اسبق اداره مشاور آموزش پرورش تهران، دانش آموخته مشاوره دانشگاه تهران، رشته دکترا تخصصی روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه، دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، عضو شورای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران، عضو انجمن مشاوره ایران، عضو انجمن روانشناسی تربیتی ایران، عضو انجمن روانشناسی ایران. بعد تازه آخرش هم نوشته یاد میگیریم. نگاه کنید من سالها پیش، برید به اسم حخار بنویسید با سربی، میبینید که این مردک که دیوانه بود واقعا، حخار میدونید یه آدم بی سوادی که موقع بعد جنگ جهانی دوم اینا گویا آلمانیا و اتریشیا آمدن ایران و ترکیه و اینا کارگر ببرن، اینم باباش نمیدونم از بیپولی اینو داده به اینا بی سواد و اشتن بردن اونجا. هم که کار میکنی شما دلت خوشه که رفتی اتریش رفتی آلمان، با یه عده مثل خودت کار میکنی تو کارخونه، مجال صحبت و یاد گرفتن نداری. این میگه من 18 تا زبان بلدم. گفتم آقا شما همه رو ول کن، شما فارسی تنها رو بلد نیستی صحبت کنی، آلمانی من دو کلمه بلدم، بیا بنویس ببینم دو تا جمله. بلد نبود، هیچی بلد نبود. بعد میگم من دکتر هستم، بهش گفتم تو دکترا رو از کجا گرفتی؟ گفت من یه برنامه داشتم 27 ساعت با آقای کی بود، این آقایی که اینجوری میشنست سعید نمیدونم چی با اون سعید شمیرانی که چیز بهش میگفت شمیرانی، میگه همه اینا اسمشون از من تقلبی تر است. این آقای اکبر اکبری یا اکبر شیرازی اسمش توی فیسبوک به دلیلی که همین دزنش بیرون و اینها و به یه دلیلی هم که من میدونم مجبور شده تقلبی بذاره، بعد میگه همه اینا اسمشون از من هم تقلبی تر است. آقا اسمشون تو سرشون بخوره. اینجا تو آمریکا شما بهت میگن چه کاره هستی؟ الان بنده میگم دی اکس درایو، دیلر اکسچنج درایو، یعنی برای دیلر کار. بعد یکی میخواد من استخدام کنه، میگه برای ما رزومه بنویس. اون وقت می‌نویسم که انقدر معلم بودم، انقدر دبیر شدم، انقدر در به در بودم آلمان انگورچینی می‌کردم، انقدر اومدم آمریکا این کارو می‌کردم، یه سابقه می‌نویسم. آخه خجالت بکشی این همه دکتر تو این صفحات کلاب هاوس برین، تعداد دکترا از آدم‌ها زیادتره و این دکترا همش تو کلاب هاوسن. بعضی‌هاش اصلا میگه من برم یه مریض دارم، مریضم و ببینم برگردم. بعد دوباره میگه برگشتم. ای خاک بر سر تو دکتر، ای بیچاره اون مریض. اینجا دکتر سپانی و نمیدونم دکتر اکبری یه مریض که میبینن بعد یه ساعتش باید کاراشو انجام بدن یا باید بنویسن. بعضیاشون حتی یا با تلفن خودشون قدیما با دستگاه‌های ضبط میکردن که بعدن یه نفر دیگه بشینه تایپ کنه بنویسه. وقت توی دکتر میدوی میری داخل، الان یه مریض داشتم رفتم اومدم دوباره میام حرف مزخرف و خلاصه خدا به دادمون برسه. برگردیم به صحبت‌های خودمون. این ویدیوی آقای مجتبی واحدی هم، این تبلیغ مجانی، حتما برید ببینید که چه توهماتی به این دست داده.
که جمهوری اسلامی بره یه سرهنگی رو که 9 سال 10 سال پیشم دامادش کشته، دخترش کشته، دوستای دخترش میگن دختره گفته این وقتی 8 سالش بوده به پدرش بهش تجاوز کرده، بعد حالا جمهوری اسلامی به خاطر انتخابات برای که اسم بابک خرمدین خراب کنه اومده به اینا پول داده اینو تیک تیکه کنن بندازن تو چمدون. آقای واحدی واقعا خجالت بکش از این برنامه، اصلا پاکش کن، بعدم به مردم بگو آقا بیخوابی زده بوده به سرت بلند شدی. نگاه کنید از چشمای خستش هم معلومه. خب عکس و توضیح تشکر از پتیک. پتیک الان چند ساله فکر کنم 5 ساله شادم بیشتر که با تلویزیون مردم آشنا شده، از روز اول حمایتش رو شروع کرده، من از این بابت ممنونم و واقعا همیشه گفتم ای کاش من 10 نفر مثل پتیک داشتم که هم حمایت میکرد، هم برنامه ها رو نگاه میکنه، هم نظر میده راجع به برنامه ها. اگه میبینید امروز من ممکنه برنامه هم بهتر از قبل باشه، من مدیون افرادی مثل همین دوستان هستم، آقای زمانیان، آقای اکبری، آقای سعید از کالیفرنیا، آقای پتیک. و پتیک یه کاری دیگه که انجام میده بعضی وقتا یه ویدیوی که به نظرش جالب میاد این رو برای من میفرسه، میگه آقا اینو نشون بده، امیدواریم همین چند بار که شما اینو نشون میدین تأثیر بذاره. ویدیویی که اینجا این دفعه فرستاده بود به اصطلاح اینه، عکسشو بهتون نشون بدم. نوشته بود که میخوام عکسشو لینکشو بفرستم، لینکش یا اسمش طولانیه نمیتونم. گفتم مهم نیست، شما همون چیشو بفرست، من پیداش میکنم. دوستان بعضی وقتا یه چیزایی باعث میشه که ما یه کار جدیدم یاد بگیریم، از چیزایی که یه مقداری سخته و اینها فرار نکنید. من وقتی این عکسو فرستاد، بعدم برای من نوشته بود که چند ماه قبل خود من اینو نشون دادم و اینها، روی فیسبوک گذاشتم و اینها، گفتم خب یه سیستمی داره گوگل ایمیج، شما یه عکس بهش میدی برات پیدا میکنه که عکسای متشابه، متعارف، همردیف با این اسم فلان اینا، خلاصه یه جورایی نزدیکت میکنه که پیداش کنی. و من پیدا کردم این ویدیو رو، از هفته قبل، از روز شنبه یه شنبه پخش کردم، هر روز دو سه بار حالا روی فیسبوک هم میذارم و پخش خواهم کرد تا جمعه هفته آینده. ولی میخواستم همینو بگم که از پتیک تشکر میکنم و از این آقای دکتری که بعد از این که درس خونده، این بچه رام هرمزه اگه اشتباه نکنم، رام هرمز بندر عباس و اینجا هاست دیگه، میناب و رام هرمز و اینا یادمون رفت متاسفانه، تاریخ جغرافی که بلد نبودیم، حالا بدترم شده. میگه من برگشتم ایران، بعد ببینید این چجوری راجب دکتر بودن صحبت میکنه، این چگونه از زندگیش لذت میبره که پول از فقرا نمیگیره. و ولی همون کسی که باهاش مصاحبه کرده، همون کسی که مصاحبه کرده با آقای زن بود، همم میگفتن خبرنگار چی جاسوس، نه یه چیزی خبرنگار، نمیدونم یه چیزی، یعنی برای دولت کار میکنه و اینها، که من باور دارم خبرنگار باید اینجوری باشه، خبرنگار باید یقه حخار بگیری بگه آقا تو میگی دکترم از کجا اومدی، نه از همون اول شروع کنه بهش بگه آقای دکتر. نمیدونم خبرنگار باید یقه رضا پهلوی رو بگیری بگه تو میگی من شاهم، خب چرا در 40 سال گذشته هیچ غلطی نکردی تا برسه به جایی که کامبیز حسینی هم یقش بگیره بگه خب انقدر میگن پول چقدر داری بگه 62 میلیون، این اونم یقش بگیرن بالاخره بیاد بگه آقا من نمیخوام شاه باشم و تازه اگر حکومت ایرانم از من بپرسی جمهوری اینا. در صورت این آقا دوستان، من فیلمشو روی پلیلیست میذارم، برنامه خودم رو امروز چند دقیقه زودتر تموم میکنم که بین برنامه خود من و برنامه آقای ارشاد فیلم این آقای دکتر و دوستانی که میرن و همون جوری که بدی سرایت میکنه به دیگران، خوبی ها هم واگیر داره سرایت میکنه. این رفته 7 تا دکتر دیگر رو برداشته برده اونجا که دکترایی که میگه از من نمیپرسن اونجا هتل هست بخوابیم یا نه، حقوق چند میدن، همین جوری میان مجانی
یه جایی که راحت هم نیستن ولی کار میکنن، جراحی میکنن، اینایی که لب شکری هستن اونا رو چیز میکنن، اینایی که فک و صورت و ایناشون ناجوره، میگه سالها تو خونه موندن. تو ایران متاسفانه میدونید اینجوریه که وقتی یه کسی یه اشکالی داره، پدر مادر و فامیل هم اول از اونا شروع میشه، اونا سرزنشش میکنن، اونا خونه نشینش میکنن تا بعد بیاد به کوچه و بعد بیاد به محل و به اصطلاح جامعه و اینها. در صورت من دست این دکتر رو میبوسم، نمیفشارم، دست این دکتر رو میبوسم، دست دکترهای دیگه مثل این رو هم میبوسم، ولی دست این دکترهایی که چپ و راست هی دکتر دکتر هی هم اصرار دارن به من بگین دکتر، بعد میگیم آقا دکتر کی هستی؟ میگی من دکتر کاشی سازی هستم، نمیدونم دکتر خب عکس و توضیح پتیک. و اما گزینه فیسبوک کامنت، یادتونه مخصوصا آقای اکبری چون اینجاست، من چند مدت پیش گفتم ای کاش روزی فیسبوک اجازه بده وقتی ما یه چیزی رو گذاشتیم مثل یوتیوب بگیم آقا من اینو فقط گذاشتم که حرف منو اگه دوست داشتی گوش کنی، من نه وقتش رو دارم نه حوصله فوش و فضیحت با شما رو دارم که شما بنویسی منم باید کلکل کنم. یوتیوب این کار رو انجام داد، ما هم قشنگ کامنتار رو تمام تلویزیون های ایرانی اگه نگاه کنی کامنتار رو به اصطلاح استاپ کردن، از بی بی سی گرفته، وایس آف امریکا گرفته تا تلویزیون های نقلی مثل ما بمانه. فیسبوک این کار رو انجام نمیداد تا جدیدن. بذارید من اول این کلاب هاوس رو تمیز کنم، پاک کنم، بعد بیام سراغ فیسبوک، دیلیت، بعدم فیسبوک. نمیدونم این به این آخونده رئیسی چی میگن، میگن جلاد یه چیزی بهش میگن، حالا یادم رفته. بعض وقتا آدم فکر میکنه خب دیگه این اسم یادم میمونه. اینم یه عکسی از رئیسی که اتفاقا دیروز وقتی چیز اومده بود ازش میپرسیدن خب شما اگه بیای سر کار، به این لاریجانی اگه بیای سر کار کابینت کیا هستن؟ گفت حالا که چی نمی کنم ولی من سعی میکنم از همه انتخاب کنم و اینها. اینم کامرای دو، این یه برگ تبلیغاتیه نوشته پویش دعوت از سید ابراهیم رئیسی جهت تشکیل دولت جوان انقلابی. و جوانا همشون یا موهاشون خاکستریه یا سفیده، چون تو ایران میگفتن موهام سفید شده، اینجا میگن موهام خاکستری شده. در هر صورت این رئیسی همون کسیه که پرونده های به اصطلاح کشتار و شلیک به مردم و اینها رو دربارش صحبت میکنن. من شناخت چندانی از اینا ندارم و ای کاش اگر کسی اینا رو میشناسه بیاد بگه تا دیگران هم به اصطلاح بشناسن، در دام نیفتن. درباره اون خانواده‌ای که بهتون گفتم که آقای واحدی برنامه درست کرده و در موردش صحبت میکنه، این عکس پدرش هست که حالا بعضیا از این ور حمله میکنن بله جمهوری اسلامی آدما رو اینجوری میکنه و اینها، بعضیا میگن آقا این سرهنگ دوره شاه بوده، این ارتشی زمان شاه بوده، بعدم رفته تو جنگ گویا مجروح شده شیمیایی شده، بعد این میگن اصلا یه آدمیه که باید میرفته پلو روانشناس روانکاو نمیدونم اینا رو من از هم تشخیص نمیدم و نرفته و ما ایرانی ها کم میریم پلو روانشناس و اینها، فکر میکنیم اگه بریم بهمون میگن دیوونه هستی. میگه اون خبرنگار که میگید با زم بود، آقای رضوانی هست که کرونا گرفته بود، زم روح الله زم، آها باریکلا شما درست میگی، رضوانی اون جوونیه که میاد میشینه اینجوری تلفن رو نشون میده، آها بازجو خبرنگار، اینجا گذاشته بودن اسمشو بازجو خبرنگار. آقا خبرنگار یعنی همین که بره کندوکاف کنه، بره جستجو کنه و الا یه کاغذی بدن دستش بخونه، این خبرنگار نیست، این مجریه، این گوینده است. گوینده شما تفاوت گوینده اخبار، خبرنگار، خبرنگار تحقیقی، اینوستیگیتور، ریپورتر، ژورنالیست، اینها رو نمیدونیم، ما همه رو قاطی کردیم. طرف زنگ میزنه آقا مگه وظیفه شما؟ میگم بابات به من حقوق داده که به من وظیفه میدی تو؟ اول برو به بابات بگو پوفیوز حقوق سربی رو ندادی، سربی هم وظیفه‌ش رو انجام نمیده. من وظیفه‌ای ندارم، ما اینا رو بلد نیستیم. آقای امین فردین میگه که
خبرنگاران به رسالتشون. آقا مگه خبرنگار رسوله؟ مگه پیامبره؟ خبرنگار نیستن اینا، اینا مجریه، اومده یه پولی بگیره یه چیزی بخونه. خانم سیما ثابت میاد پاشم اینجوری قیچی میکنه که قشنگ اعضاء بدنش خوب نشون داده بشه برای ایرانیای بدبخت تو ایران، بعدم که خبری رو بگه بره. این تهیه کننده برنامه باید بینی کی هست، اون بهش پول داده، کاغذم داده، گفته اینو بخون. بلد نیستیم، دنبالش نمیریم، همینجوری میایم حرفای مزخرف میزنیم. امروز یه نفر میگفت که آقا من اصلاح طلبم، در ایران باید رفراندوم بشه. بهش میگم اولاق تو خودت میگی این آخونده میزنن میکشن، اینا دیکتاتورن، چجوری تو یه اصلاح طلب میخوای رفراندوم بذاری؟ اگر میخواد کسی رفراندوم برقرار کنه، اول باید برانداز باشه، اول باید این حکومت رو براندازه تا بتونه رفراندوم بذاره. بله شما درست میگی، خمینی هم گفت پدران ما چه حقی داشتن برای ما انتخاب کنن، ما انتخاب میکنیم. ولی بعدش گفت اگه 30 میلیون بگن بله، من میگم نه. این ضد و نقیضا هست. همینایی که جمع شده بودن دور بر لاریجانی میگه بله اصلاحات باید انجام بشه، قانون اساسی باید بعضیاش تغییر کنه، ولی اینو نباید دست زده بشه. خب حالا اون آقای رضوانی که کرونا گرفته، اینجوری که شما گفتی کرونا گرفته بود، یعنی جون سالم به در برد، مثل شما امروز سلامته، یا ریغ رحمت رو سر کشید. در هر صورت اینم از این، همون آقای رضوانی و اینا، من به شما قول میدم اینا یه جورایی دایی خاله عمه اینا دارن تو دستگاه که تونستن تو تلویزیون جمهوری اسلامی کار کنن. تلویزیون جمهوری اسلامی سیستمش همینجا همینجوره، همین یکی که آشنان اونو میاره، اون یکی که آشنان اونو میاره. همین دوستای بچه‌ای که تو تلویزیون رنگارنگ کار میکردن، مثلا خسرو میره کار میکنه، بعد نامزدش هم میبره، داریوش هم میبره، اونم میبره. میدونید این یه چیز معمولیه. من سالها پیش به این عطابکی گفتم، عطابکی یکم خوله، اینم فکر میکنه حالا چون فامیلش عطابکی هست اینم عطابکه. خلاصه بهش گفتم آقا تو میگی میخوای رئیس جمهور بشی، کیو میخوای انتخاب کنی؟ گفت آگهی استخدام میزنم برای نخست وزیر. گفتم نه، قولت میدم شوهر خواهرت میاد، برادر نمیدونم زنت میاد، دوستت میاد، میگی من بشم. تا که تو همه اینجوریه، سیستم دنیا اینجوریه، سیستم آدمیت و انسانیت و بشریت اینجوریه. anyway فیسبوک کامنت بتونم براتون پیدا کنم، این آقای رو نشون دادم که حیف کلمه انسان، حیف کلمه آقا. ولی یه چیزی رو بهتون بگم دوستان، این کاری که الان من دارم انجام میدم غلط. این آقا رو قبل از اینکه بره دادگاه من، این کاری که تو تلویزیون ایران 30 نفر ریختن تو دفتر با تلفن و با میکروفون و اینا، این بنده خودم جوگیر شده برای اونا، داره درس اخلاق میده که پسرش بد اخلاق بوده، نمیدونم همجنسگرا بوده، دخترها رو میورده خونه. بعد میگن یکی از دوست دخترای پسرش به پسرش شکایت کرده که بابات به من اصلا اینا نباید الان تو عموم پخش بشه. اینجا وقتی یه دادگاه میخوان تشخیص بدن، میرن میگردن، البته همینجا هم خبرها پخش میشه، میرن میگردن یه کسایی رو پیدا میکنن که راجع به اون به اصطلاح اتفاقی که افتاده باشه بیخبر باشه، بیخبریش بهش اجازه بده که منصفانه قضاوت کنه. چون تقریبا 30 دقیقه گذشته، من یه امتحان دیگه هم میکنم دوستان، اینو برای تنظیم صدا با تصویر ما انجام بدیم. ببخشید. خب دلیل از ترس شما یواش زدم آخری رو. دلیلش هم اینه که هر چی که زمان میگذره، وقتی که صدا زودتر میاد و تصویر طول میکشه تا از ویدیو بیاد بره پروسس بشه، بعد شما اگه فیلمتون 30 ثانیه باشه، اولش مثلا 60 میلی سکند دیلی دارید یا تأخیر، وقت 30 دقیقه باشه به وقتی، وقتی میرسه فیلم 1 ساعتی میشه 120، وقتی میشه 2 ساعت یه دفعه میشه 200 و اینها، بعضی وقتا حتی به 1000 میلی سکند میرسه که 1000 میلی سکند دوستان 1 ثانیه است. 1 ثانیه درسته که در زندگی من و شما اصلا مهم نیست، ولی توی برنامه های رادیو تلویزیون اینها خیلی مهمه و کاملا به اصطلاح مشهود هست، مشاهده میشه. خب اون خبرنگار رضوانیه، خب انشالله ایشون
به رضوان هم بره، حالا چه از دست کرونا. میگی که واقعا شما ذاتن معلم هستی، دلیلش هم به بار معنای کلمات توجه میکنی. نه خوب شد و براندازها دعا میکردن بمیره، رضوانی رو میگم. میگه که اونم خوب شد. خب شاید یه دلیلش جوان بودنشه. همین شما هم آقای فرهاد خان ممکنه سنت از 40 بالا باشه و میان سال شده باشی، ولی احتمالاً بدنت قوی بوده که تونستی مقاومت کنی، چون این کرونا یه چیز واقعاً به اصطلاح عجیب و غریب بود. میگن اون رضوانی خوب شد، براندازها دعا میکردن بمیره. یکی از اینا هست فکر کنم اسمش بهمنشه، من نمیدونم، این میگه من پدرش شهید بوده و خودشم تو جنگ رفته و اینا، خیلی هم داد بیداد میکنه و این میگه که آقا برانداز، حالا امروز برانداختی، فردا چه کسی رو میخوای بیاری؟ این حرفیه که تاج زادن میگفت. تاج زادن میگه که آقا امروز سیستم رفت، شما به رضا پهلوی بگید امشب میتونی بیای رئیس جمهور بشی، بیای شاه بشی، با خودت کیا رو میاری؟ بعد خود همون تاج زاده وقتی اینا رو میگفت، بعد میگفت که پس باید اصلاح طلب باشی. اینه دوستان، اصلاح طلبا میگن همین خونه‌ای که همین دیوونه کیه، مسیح علی نژاد موزوزیه، این مدت‌ها پیش گفته بود بابا این خونه که شما میگید خرابه و باید نو بسازیم، پدر مادر و خواهر برادر من هنوز توش زندگی میکنن، منظورش ایران بود، میگفت نیاین با بولدزه بزنین بریزینش پایین، بیان کنارش یه اتاقکی بسازید. یادتونه اون وقتا هم این کارو میکردن، وقتی یه جایی رو میخواستن بنایی کنن، اول گوشه حیاط یه اتاق کوچولو میساختن که خانواده برن اونجا از این خاک و گرد و غبار و اینا دور باشن، بعد این خونه رو میزدن زمین رو میساختن یا همینو تعمیرش کنی. ولی همه میخوان بزنن پایین، بریزن برن، مخصوصا اینایی که خارجن. به حدی خارجی‌ها یعنی ایرانی‌های خارج نشین فوزولی کردن که دیگه یه نفر از ایران گفته که ببخشید شما ها اصلا گوه میخورید که دخالت میکنید، و واقعا هم درست میگه. و به همین دلیله که من سالها از روزی که پامو از ایران گذاشتم بیرون اصلا به خودم اجازه نمیدم در انتخابات شرکت کنم، رأی بدم. آقا شما باید شناخت داشته باشی تا رأی بدی، باید اون طرف رو دیده باشی. این لاریجانی رو امروز با این قیافش ببینی، با اون اعمالی که انجام داده در 40 سال گذشته ببینی. فرخ نگهدار باهاش صحبت میکنه، میگه آقا من و تو با هم تو تلویزیون بودیم یادته؟ میگه آره. بعد میگه خب اون موقع شماها اجازه ندادید ما دیگه صحبت کنیم، حالا من در به در شدم. فرخ نگهدار کجا؟ آلمان، انگلستان. بعد اون میگه بله اشتباهاتی شده، باید به شماها اجازه بدن شماها بیاین. من گفتم اینایی که خارج هستن ثروت های ایران هستن. ای بابا یادتونه رفسنجانی هم یه حرفی زد گو اینایی که خارج هستن بیان؟ اصلا یه دلیلی که من سال 2005 رفتم ایران همین بود، گفتم بذار برم ببینم واقعا درست میگن. رفتم دیدم نه آقا بدتر از اون موقع. دلیلش هم اینه که الان میگن بیا بلکه بری اونجا جذب بشی، یه باقی تو بری قلات شیراز خوشت بیاد، اون یکی بری نمیدونم کرج تهران خوشش بیاد، بعد بگه که خب حالا من یه پولی میدم. فامیلا هم که ماشاءالله اینجوری نشسته بودن کلا سر هم بذارن، نه فامیلای من ها، فامیلای من الحمدلله همه وضعشون خوبه، تا اصلا به من گفتن شما اگه بیکارم شدی ما کمک میکنیم. فامیلای دیگران انقدر داریم ما اینجا که طرف رفته تو ایران مرغداری زده، نمیدونم جوشکاری باز کرده، سوله فلان زده و اینا، بعد فامیلاش کلا گذاشتن سرش، همون تلفنی هم که به هم ماه تا ماه میزدن دیگه الان نمیزنن. بگذاریم، دوره رفسنجانی هم اومد گو اینایی که رفتن به اصطلاح برگردن، الان اینجوری شده فلان شده. خود دولت آمریکا و دولت های دیگه هم قبول کردن که اگر کسی به پناهندگی پناهجویی اومده اینجا بره، و اگر رفتن خب بره به سلامت. بعد همه رفتن، دوممونی گذاشتیم لای پامونو در رفتیم. خب اینم از این. آقا شما نظرتون راجع به براندازاش چیه؟ شما نظرتون راجع به اصلاح طلبا چیه؟ اصلا یه جورایی من میبینم براندازا اصلاح طلبها رو قبول ندارن، اصلاح طلبها براندازا رو قبول ندارن، دوتاشون اصولگرا رو قبول ندارن. اون یه قطبیه دیگه، قطب اصلی مرکزیه. شما نظرتون چیه؟ بنویسید اینجا من میخونم. انتخابات ایران، طرف میگه رفراندوم کنید، اون یکی دیگه داد میزنه میگه آقا مگه فرانسه و سوئیس و اینام هر روز رفراندوم میکنن،
میگه نه آقا گوش کنید، نگاه کن، یه نفر میگه آقا رفراندوم کنید، اون یکی میاد میگه آقا مگه فرانسه و سوئیس و سوئد و اینا هم هر روز رفراندوم میکنن؟ اون باز هم اولیه میاد میگه که نه، برای که اونا مردم رو به گلوله نمیبندن. یکی همونجا یقهشو بگیره بگه آخه احمق عوضی، اون دولتی که مردمش رو به گلوله نمیبنده هر روزم نمیاد رفراندوم کنه، تو چقدر احمقی، از دیکتاتور، از حکومت دینی، از کسی که مردمش رو به گلوله میبنده انتظار داری بیاد رفراندوم کنه؟ خب اینا دوباره حالا افتادن، میدونی همه میگن این انقلاب ایران و این ماجراها و بدبختی‌ها از روشن فکران، خب حالا اینا شدن روشن فکرای سال 2021. برید ببینید اصلا حرفایی که میزنه واقعا، من اون وقتا به شوخی اره آورده بودم تو تلویزیون اینجوری نشون میدادم که شاخ خودم رو میبرم از حرفای اینایی که زنگ میزدن. الحمدلله تلفن زدنها رو دیگه قطع کردیم و چند روز حرف تو حرف میاد دیگه. خلاصه چند روز پیشه که از دوستان زنگ زد به من، گفت سوربی جان یه نفر به من زنگ زده گفته که سوربی شماره تو رو به من داده. گفتم اسمش چیه؟ گفت اسمش رو نگفته. گفتم ای بابا، من فکر میکردم شما عاقل‌تر از این باشی. اگر من به یک کسی شماره شما رو بدم که نمیدم، امکان نداره، یعنی اگر شما به من بگی آقا من تو آلمانم شماره تلفن آقای ایران بومی رو میخوام، میگم شما شماره تلفن تو بده، من با آقای ایران بومی شماره تو با فیسبوک میفرستم، مزاحم وقتم نمیشم، میگم آقا این آقا تو آلمان میخواد با شما صحبت کنه، اگه دوست داری شما بهش زنگ بزن. بعد اگر یه کسی اینقدر احمقه، به احتمال زیاد یا مجاهده یا طرفدار پادشاهیه، اینقدر احمقه که به شما زنگ میزنه، حتی شعور نداره یه اسم قلابی بگه، بگه من مثلا حسین ایزد پناه هستم و یکی از دوستای سوربی هستم که اعتماد شما رو جلب کنه، قولت میدم اگه این کار کرده بود ممکن بود شما در دامش بیفتی. بعد چی گفته؟ گفته ما میخوایم از ایران پول بیاریم، گفتیم شاید شما کمکمون کنی. این دوست من گفت آقا من خودم اینجا اگر کار کنم، اگر راهی باشه، پولمو میفرستم به ایران و به خانواده‌ام و به آدمای فقرا کمک میکنم، تو میخوای من کمکت کنم پول مردم ایران رو بیاری اینجا؟ بهش گفتم آقا اصلا شما چرا به من زنگ زدی؟ بی خوده. خودشم خندید گفت آره حالا که میگی متوجه شدم. بماند اینم از این ماجرا، ماجرای مگر فرانسه و سوئیس رفراندوم میکنن. دیروز یه جایی بودم راجع به پاشنه آشیل صحبت شد. میدونید که ترامپ از دو سه روز پیش شکایت هایی که بر علیه سازمانی که درست کرده بود، اون نان پرافیت ارگانیزیشن یا غیر انتفاعی درست کرده بود ولی خودش و خانوادهش میخوردن و میبردن و میدزدیدن و اینا الان تو آب گرم افتاده بودن، ولی الان این آب گرم به جوش آمده از شکایت سیویل شخصی و اینها تبدیل شده به کریمینال جنایی. شکایت های شخصی مثلا آقای اکبری شکایت میکنه که سوربی $2,000 پول من خورده، ما میریم دادگاه، قاضی میگه سوربی $2,000 به اضافه سودش بهش بده، همون دوربر پول و جریمه های اینجوری میچرخه. ولی کریمینال مثلا فلانی میاد شکایت میکنه که این اسلحه کشیده رو من، بعد دادگاه میگه اینقدر باید زندان بره برای که اسلحه کشیده، اینقدرم زندان دولتیشه، زندان و اینا با خودش داره، یعنی چیز جناییه که دولت دادستان میاد. بعضی وقتا حتی اگه شما هم رضایت بدی دیگه اونا رضایت نمیدن. بمانه دوستان طرفدار ترامپ که 4 سال من اینجا تقریبا التماس کردم و هیچ کدومتون جرئت نکردید، از آقای محبی گرفته، از آقای بهمن احمدیان گرفته، از اون دانیال احمد گرفته و از خانم کمدینه کیه بدری همدیار گرفته، دوستان دیگه، هیچ کدومتون جرئت نکردید بیاین، چون به خودتون شک داشتید. به غیر از اینکه به ترامپ شک داشتید، به خودتون و سلیم بودن عقل خودتونم شک داشتید. امروز نگاه کنید، ترامپ و تمام خانوادهش دادگاه نیویورک دنبالشونه و اینا رو ممکنه از ایالت فلوریدا بخوان، چون این قانونه هست، قانون استرداد مجرمین بین ایالت ها هست و اینها. و حالا وکیل قبلی ترامپ
میگفت که شما هنوز ترامپ رو نمیشناسی. این آقای مایکل کوهن که رفت زندان میگفت که شما نگاه کنید ترامپ حاضر زنش بچه هاش رو بندازه دست دام دولت و بندازه زندان ولی خودش جون سالم به در ببره و کی باشه که این بره به دادستان بگه که بیا با من معامله کن به این شرط که منو زندان نندازی من همه چیز رو میگم اینا رو بنداز زندان. اون دیگه خیلی خنده دار میشه. هنوزم دعوت من از شما اگر طرفدار ترامپ بودید یا هنوز هم هستید شما باورتون میشه ترامپ هنوز داره از مردم بیچاره پول جمع میکنه؟ آخه من نمیدونم آدم بگه خجالتم خوب چیز خوبیه که این اصلا حالیش نیست، این شعور نداره، مغز نداره که خجالت بکشه. خجالت کسی میکشه که یه وجدان داشته باشه، یه شعوری داشته باشه، این نداره. ولی بابک خرمدین باز هم کشته شد، این بار تکه تکه شد، مصلح شد و اینه اون ماجرای آتش به اختیار و اینها. وقتی که توی حکومتی هستید که دولتش میاد میگه آتش به اختیار در رابطه با برخورد به اونایی که مخالف فکر تو هستن، تو خانواده ها هم این راه میفته، میشه آتش به اختیار. ولی این مرده کلن باید یه نفر، یه آقایی بود توی فیلمی بود پرونده های دادگاه های تهران و اینا رو چیز میکرد، یه آقای دکتر روانشناسی بود خیلی قشنگ با اینا صحبت میکرد، بعدم میمد چند دقیقه توضیح میداد که مثلا این به خاطر این که پدر و مادرش بهش گفتن اینجوری، این یه احساس گناهی بوده. یه جا یه نفر توی کلاس چیز بود میگفت که دخترش دست خودشو گاز ناخون خودشو میجوه و پوستشو میکنه و اینا، بعد گفت من بهش گفتم من و مادرت خیلی ناراحت میشیم اگه این کار بکنه. روانشناسه بهش گفت همین کاری، همین چیزی که تو بهش گفتی بدتر باعث استرس میشه. خلاصه دوستان یه پولی بدید، فکر کنید اینم یه شب شام چلو کبابه، دوستان روانشناس و روانکاو و اینا هم نرخشون رو بیارن پایین. یه دلیل بعضی وقتا که نرخ ها بالاست اینه که شما اگه نگاه کنید دکتر متخصص نرخش بالاتر از دکتر عمومیه، برای که دکتر عمومی ممکنه در روز 20 تا ببینه، 20 تا چیه، برو بالا 50 تا ببینه، 50 تا 20 دلار هم اگه بگیره میشه 1000 دلار، ولی متخصص ممکن 4 نفر رو ببینه، پس اون باید 250 دلار بگیره تا 4 تا 250 دلار بشه 1000. اگر من و شما هم بریم دکتر روانشناس و اینا رو هم تفاوتش من نمیدونم، روانپزشک داریم، روانشناس داریم، روانکاو داریم، فلان اینا، اگه زیادتر زیادتر بریم نرخ اینا میاد پایین. وقتی نرخ بیاد پایین همه افورد، همه میتونن از پس اون نرخش بر بیاد. میگه که ترامپ واسه نجات خودش داره همه تقصیرها رو میندازه گردن پدر پسرش. بله این مایک کوهن نگاه کنید، دیشب یا دیروز بود به اون خانمه میگفت که من هرچی گفتم تا امروز درست شده، حالا دیگه اومده یه شو رادیویی هم گرفته، بعد گفت هرچی بهتون گفتم درست شده، حالا منتظر این باشین که این بچه هاش رو حتی زنش رو هم به اصطلاح همین زن جوونه رو هم بندازه دست دادستان برای اینکه خودش در بره. میگه حالا تو ایران میگن بذار ترامپ 4 سال دیگه میاد ایران رو نجات میده، بهشون بگو احمق تو اون 4 سال چه تاج تری، شیرازی ها به جایی که بگن تاج گل میگه چه تاج تری به سرت زد که 4 سال دیگه هم بیاد. تو 4 سال دیگه این مرده که حتما یا دغمرگ شده یا یه جایی از لحاظ قانونی و اینا میگیرنش، چون الان هم یه کمیسیونی درست شد که به روز ششم ژانویه رسیدگی کنه، مثل همون کمیسیونی که به سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر 2001 رسیدگی کرد، کتابها چاپ شد و اینا، یک کمیسیون درست شده که رسیدگی کنه. و جالبه اونایی که تو مجلس بودن وقتی حمله شد 170-180 نفرشون گفتن نه لازم نیست، برای که دم خودشون هم گیره، از جمله اون مکارتر که سخنگوی، نه سخنگو، مقام اول جمهوری خواه ها تو مجلس، چون مقام اول دموکرات ها هستن تعدادشون زیادتره ولی اونا هم مقام اول دارن، اون کسی بوده که به ترامپ زنگ زده گفته بیایی طرفدارانتو از اینجا ببر. ترامپ گفته که نه طرفدارای من نیستن، گفته من دارم بهت میگم که طرفدارای تو هستن،
خب حرف همینو میارن، بعد اینجا میاد قسم میخوره، وقتی سوگند میخوره باید حقیقت رو بگه، باید. ما ببینیم چی میشه. خب اینم از این ماجرا. و دوستان فیلم بابا نانداد رو شما دیدید؟ من وقتی آهنگش رو گوش دادم، اون ساسان خواننده کودک یا نمیدونم چی میگفتن، کودک خردسال، با هنرپیشگی کودک خردسال ساسان، این آقای ساسان یه 10 سالی از من جوان تره، شایدم کمتر، نمیدونم، بماند. آورده بودنش مصاحبه میکرد. مثل که اینا بعض وقتها خل میشن وقتی از بچگی، مثل مایکل جکسون و اینا، وقتی از بچگی میرن تو دنیای هنر لوس میشن، خل میشن، از حقیقت، از واقعیت دور میشن. الان تعداد اینایی که اینجا هستن، خب یه عده از شما همسن من هستی، با من مدرسه رفتی تو ایران و شیراز و اینا، یه عده جوانتر هست. این آقای ساسان میگفت وقتی که رفته توی ختن سرونی خونده، یه آجانی که اونجا بوده بعدن تو کلانتری مجلسی داشتن، این با موتورگازی اومده در خونه اینا، به مادر این گفته من میخوام بچه تو ببرم کلانتری. مادر وحشت کرده، گفته بچه منو کلانتری میخوای ببری؟ چی اینا؟ گفته نه، شوخی میخوام، شوخی کردم. این خونده توی مجلسی، صداش مانند سوسنه، حالا ما یه جشنی داریم تو کلانتری، میخوام اینو ببریم. مادرم گفته شما همینجا وایسا. رفته یه کت شلوار نو برای آقا ساسان خریده، کرده برشو گذاشته پشت موتورگازی، اینم بردتش کلانتری. از اون به بعد دیگه این درجات عالیه خوانندگی و هنرپیشگی رو طی کرده تا الاخر، تا اینجا رو داشته باشه. این آقا میگه که مک‌کارتی، بله، کوین مک‌کارتی، اصلا دالا داستان مک‌کارتی رو هم بخونید که این مک‌کارتی ها تو تاریخ آمریکا چه خیانت هایی کردن. این همونایی بوده که همه رو چپ و راست میگرفتن به جرم کمونیست بودن، مثل تو ایران ساواک هر بدبخت مخالفی رو میگیره میگه کمونیستی، اصلا طرف میگه آقا کمونیست چیه؟ تا همین امروز هم ما تا یه حرف میزنیم یکی میگه شما کمونیستا، میگم اوزگل اصلا کمونیست چیه؟ ما کجا خوندیم؟ بمانه. آقای ساسان میره تو کلانتری میخونه و بعد میاد تو، بعد خیلی جالبه، یه جورایی میگه داییم، بعد میگه نه این داییم نیست، من همین جوری بهش میگفتم دایی، ولی داییم منو میبرد همه جا این ور اون ور، بعد داییم منیجر من بود که تو این آقا دایی من یکم شک دارم. خلاصه این آقا معروف میشه جوری که توی اون سن بچگی میرفته، ببینید چه مملکتی ما داشتیم، بچه 9 ساله 10 ساله شب میرفته کافه کاباره تا ساعت 1-2 تو کاباره های مختلف میخونده، حرف خودشه ها، برید مصاحبهش رو نگاه کنید، حرف خودش. بعد میگه ساعت 2-2 صبح با آقا داییم میرفتیم یه جایی، یه دختر فقیری بود هم سن و سال من، دوستان دوره شاه، یه دختر فقیر 9-10 ساله 2 شب در کافه رستوران ها تو خیابون لاله‌زار و اینها، اونایی که مست و پسا دیگه میمدن بیرون، این رسمه، اینایی که مست و اینها میان بیرون از کافه میگردن دنبال یه رستورانی که یه خوراک چرب و چیلی بخورن، هم گشنشونه هم به قول خودشون اون مستی رو بپرونه. اون موقع یه دختر فقیر در دوره شاه ساعت 2 شب تو اون کافه بوده، این که میرفته دست میکرده تو جیبش به اون پول میداده. حالا بازم تا اینجا اوکی. این آقا تعریف میکنه که من، میگه پس مصاحبه‌گر بهش میگه شما درس و مدرسه و اینا رو چیکار کردی؟ میگه چون ساعتام اینجوری شد و اینا، مجبور شدیم از مدرسه دولتی بریم مدرسه خصوصی، و من همیشه گفتم این اسما رو ما غلط استفاده میکنیم، باید مدرسه ملی باشه که مال همه است، و مدرسه خصوصی. تو ایران به اشتباه میگفتن مدرسه دولتی و مدرسه ملی، غلط. این آقا درست گفت مدرسه خصوصی. میرفتم مدرسه خصوصی و میگفت یه دلیل دیگه اش هم این بود که مدرسه به اصطلاح دولتی باید موهاتون رو کوتاه میکردین، ولی من نمیخواستم موهام کوتاه باشه و موهاش هم بلنده که اون کارگردان فیلم بابا نانداد رو وادی بگیرن شلاق بزنن، اینقدر کوالیتی هم بده.
که شما که این بچه رو میگی میره مدرسه و اینا، و موهاش تا اینجا مثل مثلا خواننده ها کی بودن، مثل موقع داریوش. ساسان کلن دو تا فیلم بازی کرده و صداش هم زیاد خوب نبود، فقط یه ترانه هیت داره به نام خسته هم از تو. یکی اونه، یکی اونم که من از این دنیا فقط یک بابا دارم و فلان اینا، اینی که میخونه آدمایی که مادرشون از دست داده بودن و اینا، که اینو تو همون فیلمه میخونه. بعد خیلی ها تو آمریکا هم هستن صداشون وقتی که 14-15 سالشون میشه، بالغ میشن، دیگه اون صداه صدای خوبی نیست برای خوانندگی. اینم چون مثل سوسن میخونده، میگن اگر میخونده یه نفر اون پشت گوش میداده فکر میکردن سوسنه. و خیلی از بچه ها پسر ها هستن صداشون مثل زنان بمانه. برین این مصاحبه ساسان رو نگاه کنید. بعد میگه که نقل کت شلوار، میگه من خیلی خوشحال شدم که به خاطر اون پلیس آجانه که اومده بود با موتورگازی دم خونه، مادر من رفت چیز کردن. بعد کسی که میخواد تعریف میکنه که من روزانه میرفتم دم گاراژ بابام، گویا اولا جون میکنه تا بگه باباش راننده بوده، میگه پدرتون چه کاره بوده، میگه شغل آزاد داشت. بعد جون آقا افتخار کن، من افتخار میکنم پدرم راننده بوده. مثل اون احمق خبرنگاری که از دختره میپرسه تو خجالت نمیکشی پدرت راننده تاکسیه، تو باید خجالت بکشی که گوینده تلویزیون هستی و اینقدر احمقی. ولی من افتخار میکنم پدر من گرما و سرما با آهن گرم و آهن سرد کار کرده، دوبارم بهمن افتاده تو روز سر کلش تو جاده‌های ایران تا تونسه 4 نفر رو به اصطلاح 5 نفر، خب مادرمونم بوده دیگه، نون بده و چیز کنه. خلاصه بعدن میگه که من میرفتم روزانه 20 تومن تو گاراژ از پدرم میگرفتم، میمدم خونه، یه روزم پوله رو گم کردم و فلان اینا. شما اینو داشته باشید، کسی که خرجی روزانش اینجوری میگرفت، حالا آجان اومده در خونه شون ببره کلانتری، مامانه میگه وایستا من با برم کت شلوار بخرم، کت شلوار فروشی هم همون دم نزدیک. آقا من مثلا خونمون آسونه بود، اگه میخواستیم کت شلوار بخریم، فقیرترین کت شلوار فروشی سرا پهلوی و سرا احمدی بود، پشت دم شاه چراغ بود، بالاترش داریوش و زند و اینا بود. اصلا پیاده یه ساعت طول میکشید تا بیام اونجا، با ماشین با وای میسادی نیم ساعت تاکسی گیرد بیام. ولی مادرش رفت کت شلوار خرید و این رفت. و این میگه که من خیلی خوشحال شدم کت شلوار، چون حالا گوش کنید، از اون ور اینو میگه، از اون ور خودش میگه که توی مدارس دولتی ایران هر سال یه کت شلوار و یه کفش نو میدادن به بچهای مدرسه. من یه سال یادمه اومدن گفتن هر کی بی بضاعته و کت شلوار میخواد اسمشو بنویسه. من دست بلند کردم اسم نوشتم، بعد که رفتم خونه به مادرم گفتم، مادرم گفت نه حق ما نیست، یه کسایی هستن که از ما ندارترن. حالا دلیلش هم این بود، من همیشه لباس کنهای برادرام میپوشیدم، چون دو تا برادر بزرگتر از من داشتم، مثلا نمیدونم کت اونو میپوشیدم، تا آسینش سوراخ بود، مادر بزرگمون یا مادرمون یه وصله میزد براش اینا، گفتیم یه سال ما لباس نو داشته باشیم، که اینا مادرمون گفت نه خیر حق ما نیست، برو دنبال کارت. دوستان به شما سال یک کت شلوار میدادن نو با کفش. خب مردی که ساسان اگه به تو این چند سالی که مدرسه دولتی رفته بودی سال یک کت شلوار میدن، شما که کت شلوار باید داشته بودی، چرا دروغ میگید؟ چرا جوگیر میشید؟ چرا میای اینفورمیشن غلط میدید؟ فکر میکنید به این وسیله چه عمل خوبی انجام دادید؟ خلاص بعد میگه دیگه حالا بعدم رفتیم مدرسه ملی یا خصوصی و اونجا موهام بلند و بعدم اینجوری شد، هنرپیشه شدم، بازی کردم با بیکمان وردی و اینا. که من اتفاقا این بیکمان وردی یکی از دوستای ما که رفته بود کالیفرنیا، یه دفعه زنگ زد گفت آقا اگه میخوای این بیاد برای شما رانندگی کنه، گفتم نه ما کامیون تریلی که بره از این شهر به اون شهر و اینا نداریم، ما کامیونای دامتراک و کمپرسی داشتیم که تو شهر کار میکنن و کسی که رو تریلی کار کرده باشه نمیخواد نمیتونه، هم تحمل ترافیک و اینا ندارن. بعد البته یه مصاحبه‌ای هم آقای بیکمان وردی با آقای میبودی انجام داده، ببینید. و من هنوز نمیفهمم چرا بیکمان وردی اینجوری حرف میزد، اون لوس بازی که در می آورد و اینها. البته خب دیگه اینا هم بماند، مثل سپرنیا که اونجوری حرف می زد و ما هم انقدر به اصطلاح خلوچل بودیم که می رفتیم. به بعضیا
لباس میدادن در مدرسه ولی سر صف غرور بچه را خرد میکردن. آفرین، خرد و باید خرده بنویسی یا خرد اینجوری. خرده ممکنه بس خردم بشه ولی فکر کنم همونه. این خردی که شما میگی برای خوردنه. و اینم فارسی هم من نمیدونم چرا یه جایی واب رو میچپونه وسط اینجوری میشه. خواستن مثلا واب داره. خلاصه من یادمه اتفاقا حالا که گفتی، به اونایی که اسم نوشته بودن و کت شلوار بهشون دادن، من رنگ کت شلوارام یادمه. رنگ کت شلوارا توسی بود و اینکه آوردن سر صف دادن، البته من موقع میگفتم ای کاش که به من داده بودن. بمانه بله، سیستم کلا غلط. سیستمی که به تو زنگ به زنگ نه، برو مادرت بیاد، مادرت که میاد مدرسه تو میلرزی که میخوان شکایت کنن، بعد بهش میگن برو یه مداد رنگی بخر، این نمرش چی شده، جایزه میدن. بعد ما میایم میبینیم من مثلا درسم بهتر بوده، مداد رنگی 6 تایی گیرم اومده، اون پسر درسش بدتر بوده 12 تایی. نمیدونیم اون وضعش بهتر بوده، مادرش براش پول بیشتری داده. یعنی ما اصلا به سیستم از همون اول بدبین میشیم، برای که سیستم درست نبود. آقا خانم بچه بزرگ کوچیک، سیستم درست نبود. آقا ساسان اون مجری جوونی که نشسته اونجا، ای کاش با یه پیرمردی صحبت کرده بودی که میزد تو دهنت میگه این گوها چیه میخوری. خب اینم از این. آها داستان پاشنه آشیل. آره دیروز یه جایی بودیم راجع به چی صحبت شد و همین ترامپ که همه گفتن که این ممکنه پاشنه آشیل ترامپ باشه، این ماجرای سازمانش و اینا. بعد یکی از دوستان پرسید پاشنه آشیل یعنی چی؟ گفتم والا منم استفاده میکنم ولی یادم نیست. میدونم یه داستان یه شخصیه که روین تن بوده، اونا مثل ما سهراب و رستم و فلان اینا داره، سهراب بدبخت که مرد، رستم و اینا داره. ولی امروز نگاه کردم گویا در اسطوره های یونان یک کسی هست که مادره وقتی بچهش دنیا میاد، این پای بچهش رو با دستش برعکس میگیره میکنه تو رودخونه. حالا چه من نمیدونم کدوم مادر احمقی بچه رو وارونه میکنه تو رودخونه، اوکی میگی بغل میکنی آب میریزی فلان، میکنه تو رودخونه و اینو که در میاره جای این دستش که قوزک پای این آقا رو گرفته بوده، چون آب نمیرسه بهش اونجا، اون قسمت روینتن نمیشه و بعدن حالا کی میفهمه اینجای پاشنش آکیلیست که وقتی هم پاتون درد میگیره. تا حالا چند بار سر من اومده که این پشت پا، بعضی هم تو بسکتبال و اینا پاره میشه که جراحی میکنن یه چیز زردی پیوند میزنن. خلاصه به این میگن پاشنه آشیل. وقتی میگن پاشنه آشیل سوربی مثلا این برنامه‌های تلویزیونه، یعنی نقطه ضعفش اینه، اگه میخوای بهش ضربه وارد کنی اینجا رو بزن. حالا اون قهرمانه نقطه ضعفش همون پشت پاش، بین به اصطلاح کف پا و قوزک پا، اون چیزی که هست چی بهش میگن، تندن فکر کنم، به اون میگن آشیل. اینم از این. خب اونم خوندیم و آشیلم توضیح دادیم. ماجرای دانه برای پرنده ها و تیر چراغ بر. این قصه های پتیک رو من باید یه روزی به صورت کتاب یا به صورت یه فیلم در بیارم. یه روزی عکس انداخت که نگاه کن، من یه آبجوی میذارم اینجا، یه آتشی را میندازم، حال میکنم، $3-2 خرجم میشه، $1 آبجو، $2-3 هم پسته و بادام و اینا و لذت میبرم. یه روز دیگه عکس فرستاد که آقا یه ظرفی آویزون کرده برای پرنده ها هم دونه ریخته توش. من میخواستم بگم ای داد بیداد چه اشتباهی کردی. اولا دوستان سعی کنید به حیوانات خوراک ندهید، به گربه سگ مال خونتون اینا رو که آوردید نگه میدارید خوراک بدهید، ولی به آهو، به کفتر، به مرغابی تو پارک این ور اون ور خوراک ندهید. خیلی جاها هم تابلو زده نوشته، خیلی جاها اگه این کار انجام بدید جریمتون میکنن. دلیلش اینه که شماها ممکنه حتی نسل اونها رو منقرض کنید، به دلیل اینکه اگر پتیک هر روز اونجا به اینا خوراک بده، من اینجا هر روز به این پرنده ها خوراک بدم، اینا یاد نمیگیرن برن دنبال خوراک پیدا کردن، یاد نمیگیرن حالا که زمستون شد از ویرجینیا کجا برن که اونجا خوراک باشه. در هر صورت
بعد 3-4 روز دیدم پتیگ گفت آقا روز پرنده ها میان این چیزا رو میخورن، شبا موشا میان، هرچی پرنده ها ریختن پایین موشا میان و خونم شده موشخونه و فلان و اینها موشدونی، و حالا باید برم به جنگ موش ها. دیروز گفت راه چارش رو پیدا کردم، عکس این دستگاهی که خوراک میریزن توش آویزون میکنن یا به درخت یا به یه میله ای، عکس اینو گرفته بود که رفته به تیر چراغ برق وصل کرده سر خیابون که حالا پرنده ها برن اونجا. گفتم حالا منتظر باش که یا اداره برق بیاد یقتو بگیره یا شهرداری بیاد یقتو بگیره و کلن از پرنده ها لذت ببرید، از حیوانات لذت ببرید. سعی نکنید حیوانات وحشی رو اهلی کنید و اولین قسمتش هم اینه که به اینا خوراک ندین. اینا هزاران سال قبل از من و شما زندگی کردن و نسلشون این راز بقا ادامه داشته، بذارید اون همون سیستم همون سلسله مراتب اجرا بشه. میگه که ولی مصاحبه با کیوان خواننده را حتما ببینید، با همین مصاحبه‌گر چون حرفهای واقعی میزد و در مورد داربدیش داریوش خواننده هم گفت، داریوش خواننده هم گفت چون بام هم مشترک، چون بام هم مشترک، چون با هم مشترک میخواندن، اونم فکر کنم دیدم. و این آقای جوونه کیه که اولا اونم مثل من اشتباه میکنه، به جایی که ببینید من اگر به شما صحبت میکنم ولی هنوز یاد نگرفته باشم، خودم رو آموزش نداده باشم، من 3 تصویر اینجا از خودم هست، یکی اینه که تو فیسبوک بیارنش پایین، یکی اینه که تو این سیستمه، یکی اینه که مال این دوربینه، مال این دوربین هستا ولی اینجا نشونش میده. این آقای من متوجه شدم چشماش اونوره. من برای بعضی از اینا می نویسم آقا انگشت تو اینجوری بیار به طرف سوراخ دوربین و اینجا. شاید باور نکنید دوستان، من اولین کسی بودم که تلویزیون رنگارنگ رفتم یه کاغذ اینجوری برداشتم یه فلش زدم نوشتم اینجا را نگاه کنید، به فارسی چسبوندم به دوربین و هر کی میومد میگه آقا عجب سیستم خوبیه، تلویزیونای دیگه یا جاهای دیگه که میریم ما این دوربینو که میبینیم سوراخ دعا رو نمیدونیم کجاست. در صورت اشکال این آقاییه، اشکالش هم اینه که خیلی دیگه خون سرد و یواش حرف میزنه، میخواد خیلی مؤدب باشه. حالا یه برنامه اومده برای خودش درست کرده، اون روز دیدم حتی نقل میکروفون و نقل نور و اینا اشکال داشت و خلاصه موفق باشه، برنامهاش خیلی خوبه. مثلا راجع به اون دوست دختر شاه صحبت کرده بود که خیلی فوش خورده بود. این مصاحبه رو من نمیدونم، این مال تلویزیون ایران بوده، چون میبینم کسایی رو که تو سیستم شاه بودن میارن، این یه کمی غریبه عجیبه برای اینا. در هر صورت اون آقای فکر کنم اسمش هم پوریا باشه، یه برنامه درست کرده راجع به اسفندیار منفردزاده. و اشکال دیگهش اینه که از اول تا آخر اونم همش خودشو داره نشون میده ولی تو اتاقش خیلی بیروح، پشتش یه کمدیه، آقا یه پارچه سیاه اگه بندازی پشته شما راحت تر چیز میشی، برجسته میشی چون اون سیاهه. بعد شما کلن اینقدر دوستان نگاه کنید دست من، قد واقعا یه بالشه، قد یه بالش پارچه میخواین که بندازین پایین. اینجا تو آمریکا این آمریکایی‌ها خیلی واقعا با استعداد هستن، 2 چوب میبندن به صندلیشون، این دستهای صندلی 2 چوب میبندن یه پارچه سبز میذارن روش. بذارید من بچرخم، شما نگاه کنید الان اینجا من اینو میگیرم میارم بالا، اگه بیاد ببین صندلی من پیدا شد. شما دیدید اونای دیگه صندلی‌هاشون، ببینید این صندلی پیدا شد. خب این صندلی رو من با یه پارچه کاور کردم، الان ببینید این پارچه رو میارم جلو خودم، خودم هم غیب میشم. ببینید اینا تکنیکای چیزه. اون روز یه دوستی زنگ میزد میگه این آره دیگه یه نفر پول میده به شهرام همایون یه همچین استدیوی بزرگ و اینا. گفتم آقا جون شهرام همایون این گوشه برنامهش نگاه کن نوشته اس، مال اسکایپه، موقعی که خستش میاد خونه از اونجا پخش میکنه آرش اینا رو میذاره و اگر دقت کنید دستشو که اینجوری میکنه میره پشت اون کروماکی. بعد گفتم گول اینا رو نخون، این برنامه $30 $30 میدی یه تصویری بهت میده، عکس خودتو اینجا میذاره،
تلویزیون اونجا میذاره، اونو اونجا میذاره. الان بذارید من یه نمونهش به شما نشون بدم. مثلا یه پیکچر این پیکچر درست کنم، این برنامه $1000 که من دارم باش کار میکنم، ولی من نمایندگی فروشش تو ویرجینیا دارم. بارها به ایرانی‌ها گفتم اگه خواستید من میتونم به قیمت خیلی ارزونتری براتون اینو به اصطلاح را بندازم، درست کنم. حسنش اینه که اگه از ما بخرید کمک های بعدی رو ما با فارسی براتون انجام میدیم. ببینید الان یه آپشن داره، یه گزینه‌ای داره بهش میگن PIP، تلویزیوناتون هم حتما اینو داره، Picture in Picture. یعنی دو تا کانال، مثلا شما داری مسابقه بسکتبال نگاه میکنی، میخوای ببینی اگه فوتبال شروع شد اونجا رو هم نگاه کنی. اون وقتا بود تلویزیون، هنوز هم هست، پیکچر این پیکچر میکنی. بله، میگه که بذارید من اینو اینجوری کنم بگم مثلا افکت یک. بعد ببینید الان رو صورت خودم افکت نو نگاه کنید، رو صورت خودم یه جعبه سیاه گذاشتم. خب اینو میتونم ببرم کنار اینجا، میدونید، ببرمش اینجا. ببینید حالا توی این مثلا عکس پلیر دو رو بذارم، عکس یه ساختمون بذارم. خب من اگر، ببخشید اینو میگم، اگر دوستان پول میدادن حمایت میکردن، ببینید الان این کنار افکت نو نگاه کنید، ببینید عکس یه جاییه. اصلا میتونم کنسرت گوگوشو بذارم، میتونم فیلم بذارم، میتونم تلویزیون CNN رو لایو بگیرم بذارم اینجا، اگه یه خبری اتفاقی میفته بگیرم. ولی وقتی دوستان حمایت نمی کنن، من واقعا میگم، اون روز میخواستم بگم تا آخر اردیبهشت اگر کسی حمایت نکرد ما پول این دوربین رو در بیاریم ببندیم بریم دنبال کارمون. بعد جالب شد، دو تا جاب یه $580 یه $300 به هم خورد، اونا رو گذاشتم برای این. و اونجوری آدم دلگرمتر میشه. این آقا هم اگر از کسایی که این کار انجام دادن سوال کنه چه دستگاهی استفاده میکنید، چه پروگرامی استفاده میکنید. شما این روزا دوستان با یه تلفن میتونید برنامه‌تون رو اجرا کنید. با این تلفن شما میتونید حتی پشت سرتون رو، الان اسکایپ پشت سر شما رو عکسای مختلف میذاره، چه عکسایی که خودشون گذاشتن تو پروگرام، چه عکسایی که خودتون میتونید بذارید. در صورت برنامه‌اش بد نیست. متاسفانه میبینم که نشه در مورد اسفندیار منفردزاده خیلی اشتباه داشت. آها، باور کنید وقتی راجع به اسفندیار منفردزاده داشت میگو، من گفتم زنگ بزنم، چون برید نگاه کنید من یکی دو بار با منفردزاده مصاحبه کردم و اینها، بهش اول ترسیدم، گفتم شاید فوت شده باشه چون 80 سالشه منفردزاده. گفتم بعد بهش زنگ بزنم اگه زنده است بگم که این آقا داره این چیزا رو میگه، شما صحه میذاری یا نه. یه کار اشتباه اینه که درباره افرادی که زنده هستند شما بیای صحبت کنی بدونی که خود اونا حضور داشته باشه. بله، گوگوش رو گفتی، نمیدونم خانم مرجان، خانم مرجان مرده، حالا شما هر چی میای راجبش بگو که مرجان، نمیدونم اسمش شعلا بوده چی بوده، چون یه شعلای دیگه هم بوده اینو گفتن مرجان، این زن نمیدونم کیمیایی بوده، زن فلانی بوده، علی محمدی بوده، از این آشغالا هر چی میخوای بگی. مثل موزیسینا هست، همشون میگن من شاگرد استاد صباخ بودم. هر چی مرده هست میگن که کسی نیاد بگه آقا من همچی احمقی شاگردم نبوده. البته حالا من میتونم بگم من شاگرد لطفی بودم با وجودی که بنده خدا فوت شده. اشتباه اون در مورد مصاحبه ترانه جمعه با ترانه رضا موتوری اشتباه گرفته بود. باورک وقتی گفت من فکر کردم که این جمعه، و گفتم خب شاید من چون فیلم دقت نکردم، و گفتم بعدن فیلم رضا موتوری رو باز ببینم، بعدن فیلم اینم ببینم، و پس من درست فکر کردم. خب اینم از این، خیلی ممنون، متشکرم. چون یه ساعت دیگه گذشت من یادم رفت یه امتحان دیگه کنم، اینجوری بعد این فیلم رو که نگاه میکنم من میخوام ببینم در دقیقه اول چقدر اختلاف داشتیم، در دقیقه سیوم چقدر، و حالا در دقیقه چهلوم چقدر تأخیر بین چیز هست. شما به من بگید بد نیست، شما اول صدا رو میشنوی بعد، اینم مثل رعد و برق یا به قول شیرازی ها قورتراغ هست، دیدید اول صداش میاد بعدن برقش رو اینا رو میبینید. این برای اینی که مثلا سرعت صدا و نور و اینا فرق میکنه. خب این هم از این ماجرا. و یه چیزی تو ایران رسم شده،
تو اینستاگرام و اینها میگن شاخ اینستاگرام. من یه مدتی فکر کردم این چیه. آقای زمانیان، ما اگه یه وقت اومدیم ایران شما باید یه کلاس فشرده بذاری ما رو یادمون بدی این ایرانی صحبت کردن ایرانی ها رو در بعد از انقلاب. آیا این کلمه شاخص هست که اینا اسمشو میذارن شاخ، میگه مثلا فلان خانم شاخ اینستاگرامه؟ فکر نمیکنم اسم بدی باشه، چون اسم بدی نیست، یعنی معروف مشهوره بهش میگن شاخ، یعنی شاخصه. البته خب از اون برم یه چیزایی رو میگن پلنگه، یه چیزی دیگر هم هست میگن خز. اینا رو باید واقعا یه کلاسی بذاری یا روزانه اینجا بنویس مثلا خز یعنی چی که میگن، اون شاخ یعنی چی. اینا بار مثبت داره بار منفی داره. و یه چیز دیگه چی بود گفتم، پلنگ. این خانمایی که فکر کنم چشاشون اینجور باورتون میشه، حالا گوشاشون رو مدل خر میکنن یا گربه میکنن. کاکو رد برق، اول نور میاد بعد صدا. خیلی ممنون. معلم ها وقتی اشتباه میکنن میگه من عمدن اینو گفتم ببینم شما داری چرت میزنی یا حواست هست. آقای شیخی خوشم اومد که حواست هست، متوجه شدی؟ ولی متوجه شدی که من اشتباه کردم. نور احتمالاً صدای سرعت نور بیشتر از نمیدونم اینا رو بلد بودیم اون موقع ها، یادمون رفته. مثلا یادتونه میگفت این مافوق صوته، اون هفت برابر صوت. دوستان یو اف او هفته پیش یه شنبه بالاخره برید ببینید فیلم 60 مینیت مال تلویزیون آمریکا، بالاخره دولت آمریکا مجبور شد که اقرار کنه که یو اف او هستن کسای دیگه‌ای به غیر از ما. حالا میخوان ببینن اینا مال چینن مال روسیه هستن یا واقعا از یه کرات دیگه اومدن. میگه با اون چیزی که ما دیدیم، با اون سرعتی که رفت و با این سرعتی که میرفت تو آب، از تو آب میمد بیرون تو هوا، اصلا این براش فرقی نمیکرد تو آب باشه تو هوا باشه اینا، میگه فکر نمیکنم کسی رو کره زمین همچین چیزی ساخته باشه، یا اگه ساختن تا امروز ما به اصطلاح ازش ناآگاه بودیم. یو اف او فکر کنم unidentified flying object که اونا الان یه اسم دیگه براش میذارن، یعنی چیزای ناشناخته‌ای که پرواز میکنن. این یو اف او معنیش اینه. خب بعد یه چند تا اشکال برای میکروفون و اینای مال کلاب هاوس بود، گفتم بیام کلاب هاوس ما برنامه اونو بذاریم. بعد شهرام همایونه که دیدم دلم سوخت براش که ساعتای زیادی میذاره، الان یه چیز دیگه باز کرده به نام تی وی هاوس، میاد میگه خیلی جالب بود 500 نفر درخواست دادن بیان ولی ما وقت تماس گرفتیم هیچ کدومشون نبودن. آقا اونا هر جا زودتر باز باشه میرن اونجا، یابو ورد نداره آقای شهرام همایون. فکر نکنی اینا پشت چشمشون بازه، از این هفته نشستن تا اون هفته منتظر که بیان برنامه شما رو نگاه کنن. اشتباه آقای پرویز کاردان رو نکن که آقا نشسته بودن که مراد برقی نگاه کنن. اشتباه آقای فرخزاد رو نکن که آقا نشسته بودن میخک نقره‌ای رو نگاه کنن. نه آقا، نشسته بودن تو خونه‌شون یه چیزی زدن به میکروفون، یه چیزی رو نگاه کنن. حالا تصادفاً تو بودی، اگه تو نبودی آقای آخونده کی بود؟ میگو ای خاک بر سرت ایرانی، پس زنده باد قدرت افیونی. کی بود؟ مرعشی بود؟ کی بود معروف بود دوره شاه؟ اگه اونم اون ساعت میذاشتن آقای فرخزاد خدا رحمتت کنه این شب جمعه ای، مردم روشن بود نگاه میکردن. بعد آماری نبود، ارقامی نبود، این مزخرفات چیه؟ شما میگی شما برنامه پربیننده ترین بوده، یعنی برنامه از که شروع میشد ساعت 6 تلویزیون شیراز، من و پسر عموم و پسر عمم میرفتیم میشنستیم کارتون نگاه میکردیم. شما فکر میکنی برنامه پربیننده تر از اونا بوده؟ برنامه پربیننده تر از کهکشان ها بوده؟ آخه حالا مردی، ولی اگه بودی باید خجالت میکشیدی. این مزخرفات چیه؟ اینم حالا ماجرای شهرام همایونه. بعدن میاد 20 نفر چقدرم کار میکنن، میگه دیشب تا حالا این نمیدونم رعنا و رامین و این و اون نشستن 20 تا عکس میذارن. خب که چی آخه؟ تو تازه برگشتی شدی اون موقعی که تلفن‌ها رو باز می‌ذاشتیم، ما این همه زحمت می‌کشیدیم چند ورق کاغذ می‌آوردیم که بشینیم صحبت کنیم. آقای کی بود از آقای برقی، نه یه چیز دیگه بود، تیرانداز
آقای محمد تیرانداز از دبی زنگ میزد، یه خصومتی هم داشت با شیعیان، برای که میدونید این بیچاره ها چون سنی بودن و اینها بلند شدن رفتن از ایران دبی و مبی اینا. بعد ما یه مدت فکر کردیم گفتیم آقا این اصلا چه وضعیه، یا من اینجا نشستم آقای نجاری زنگ میزنه به تلویزیون میبودی، بعدش زنگ میزنه به تلویزیون سوربی، بعدش زنگ میزنه به تلویزیون ایکس ایگرگ. گفتیم آقا ولمون کن، ما یه حرفی برای گفتن داریم میام میشینیم، شما میخوای حرف بزنی برای حرف در ارزش قائلی، بیا پول بده برنامه بذار، یا برو یه تلویزیون دیگه باز کن، که شده امروز هر جا هر سوراخ شما میبینید یه تلویزیون هست، یه رسانه هست، و دیگه اصلا تلویزیون و رسانه و اینها معنیش از دست داده. این شاخ و شاخص نوشته بودم. باورتون میشه اتاقای کلاب هاوس که اینقدر آمدن آقا یه نفس تازه اومده فلان، تیتر دیروزشون اتاق این بود: روم‌های خوب کلاب هاوس تموم شدند یا من پرتوقع شدم. من رفتم گفتم تموم شدند، اون هم شبابی بود و بگذشت، یا کلاب هاوس بهاری بود و بگذشت. شباب یعنی مثل دوران جوانی، نه؟ اینم از این. خب این همه دکتر، چهره ها همیشه بالا هستن، طرف مجبور میشه با آیدی قلابی، اینم یادداشت کردم. خب این چیز دیگه اینجا ندارم. آها، برگردیم به اف بی فیسبوک و گزینه ها. بذارید رو صفحه نشون بدم، شاید انجام بشه. دوستان روی صفحات فیسبوک الان اگر یه چیزی میذارین، خب best way to be successful، این آقای حسن چیتساز، من نمیدونم برنامه من رو نگاه میکنی یا نه، آقای چیتساز شما یاد بگی پیام خصوصی چیه، پیام عمومی چیه. ماها انقدر برنامه ها رو قاطی کردیم و بد چی میکنیم که من حتی میخوام پیام عمومی رو ببندم و بستم، اگه یکی برام بفرسه مینویسه که بذارید، مینویسه که من اینجا نمیتونم جواب بدم، بیاین یا ایمیل یا تلفن و اینها. بذارید من اینو نشون بدم ببینم اینجا این کارو میتونیم انجام بدیم. نوتیفیکیشن نمیدونم، شاید فقط توی پیج، میدونید من پیج دارم مردم تیوی و صفحه دارم. آها بفرمایید اینجا نگاه کنید. یه دفعه آقای اکبری به من گفت، یا من متوجه نشدم درست، یا اون موقع هنوز نبوده. ببینید من الان اینجا یه چیز گذاشتم، نگاه کنید دوستان، همین برنامه زنده که رو مردم تیوی داره پخش میشه، نگاه کنید من اینجا این سه تا نقطه رو باز بیارمش، کجا بود؟ افکت و کامرای دو. ببینید این سه تا نقطه رو که میزنم، اولیش مینویسه چه کسانی میتونن روی صفحه تو کامنت بذارن. اینا هی 10 ثانیه به 10 ثانیه میره، ولی کلک میزنه، 10 ثانیه هم نیست. نگاه کنید دوستان، میپرسه چه کسانی میتونن روی صفحه، روی پست تو کامنت بذارن. برای هر پستی هم شما میتونید ایندیویدوالی یا مستقلانه به اصطلاح انتخاب کنید. بعد من مینویسم پابلیک، همه میتونن، میتونم میگم اونایی که فالو میکنن. این کارو میخوام انجام بدم که دوستان اول مجبور بشن فالو کنن. کجا از چرا نمیاد؟ بله من دارم اینجا نشون میدم ولی اونجا نمیاد. خلاصه ما زدیم فالو، هر کسی ما رو فالو کنه توی اون پیج میتونه کامنت هم بذاره، چون توی کلاب هاوس دیدم اینا این کارو میکنن. در هر صورت من اینو میخواستم بهتون نشون بدم. باز یه چیز دیگه دارم، دوستانی تماس میگیرن میگن آقای سوربی ما میخوایم اگه شما اپ داری چیز کنیم، اپ شما رو بزنیم رو تلفنمون. میگم بابا جون این ماجرای اپ هم یک چیز افتضاحی بود که الکی راه افتاد، و الا اپ من بدونی که پول داده باشم $100 $200 اپ داشته باشم، بدونی که به شما بگم برو توی نمیدونم اپ استور اگر آیفون داری و برو توی گوگل پلی اگر اندروید داری، شما با هر براوزری که باز میکنید، حالا یا گوگل یا کروم یا این یکی سفاری هر چی، اینو که باز میکنید ببینید اینجوری بازش میکنید، میزنید مردم تیوی، مال من اصلا مردم تیوی باز میشه، اوکی؟ بعد صفحه مردم تیوی که آمد، این پایینش هستا مثل عکس برای دوستاتون میفرسین، اینو میزنید. و
بعد میگه که کجا میخوای، چه کار میخوای بکنی، میگی میخوام به عنوان add to a screen، add to a screen. ببین اینجا مینویسه add to a screen، اینو میزنی میاد تو اسکرینت، میفرسیش یا علی مدد، تموم شد. حالا وقتی میای اینجا ببین الان شد دوتا مردم تیوی، ببینید شد دوتا مردم تیوی. خب این که خیلی آسون تر از اپه. یادمه یه مدت پیش از ونزوئلا، نه اون مالزی، یه نفر نوشت که آی سول من برنامه های شما رو دوست دارم، ما معمولا $1,000 میگیریم اپ درست میکنیم، ولی برای شما همون $100 که میدیم به اینا به ما بده. گفتم آقا من اگه $100 داشتم که وضعم خیلی بهتر بود. حالا اگه شما میخوای درست کن و ما آگهی شما رو مجانی میذاریم اونجا. گفت که با شرکام صحبت کنم برگردم. حالا من نمیدونم این چه شرکایی داره که اول بدون با صحبت کردم. این ایرانی ها میان، همین آقای فردین امین توی مصاحبه با زم بیچاره، زم ازش میپرسه خب تو پول از کجا میاری؟ میگه ما یه قراردادی با یوتیوب بستیم گوگل. آقا این هر کسی بره ویدیو بذاره روی یوتیوب، ویدیو یوتیوب میگه میخوای چی اسمشم گوگل اد داشته باشی، اون موقع جدا بودن الان یکی شدن، میخوای گوگل اد داشته باشی؟ شما میگی بله. میگه اوکی، شرایطش اینه، بانک تو بذار، اینو بذار، یه پولی هم میفرسن بانک، یه سنت دو سنت، تو بهشون میگی بله دو سنت رسید که بفهمن تو خودت هستی. بعد میاد آقا چه قرار دادی، چه کشکی، چه پشمی. بعد میگه که ما 9 میلیون فلان، البته اون موقع بود هنوز کارش مثل الان نگرفته بود، ولی خب شما اگه اینقدر موفقی آقای امین فردین که بعدم گله میکنی که نمیتونی 50 میلیون دلار، 50 میلیون تومان پول خودتو که تو ایران دست داداشت هست بیاری به یه خرجی بزنی و اینها، چرا هنوز که هنوزه به اصطلاح دنبال فالوور و نمیدونم تو کلاب هاوس تبلیغ میکنی که برید تو اینستاگرام من، از تو اینستاگرام من برید توی لینکستون، از تو لینکستون. آقا ولمون که تو رو خدا، هیچ فیلم چاپارل میداد، مردم تلویزیون نداشتن، از شلوغی قهوه خانه مد میشد، مردم را مد میشد یا پر میشد، راه نمیدادن. آی گفتی من با پسرامون، اونا تلویزیون نداشتن، ما چون تو خونه عمامون زندگی میکردیم، هر وقت اون میمد خونه ما، ما میرفتیم اون بره حیات خونه اتاق عمام اینا تلویزیون نگاه میکردیم، ولی هر وقت من میرفتم دم مسجد نو خونهشون بود، گلدسته، پشت گلدسته یا حمام گلدسته، هر وقت میرفتم خونه اونا چون تلویزیون نداشتن، میومدیم از توی کوچه‌ای سرای پهلوی یه قهوه خونه ای بود، میرفتیم دود سیگار، اصلا وقتی وارد میشدی میخواستی خفه بشی، اولم میمد ازت میپرسید پول داری، یک قرون بعد یه چای میخریدیم که بتونیم بشینیم یه فیلمی نگاه کنیم. برامون مهم نبود چی، برامون جالب بود یه چیزی روشن نور میده، آدما توش حرکت میکنن. اون وقت یه آقایی میاد که حالا یه عده میگن آقا این اصلا برای زمان ما خیلی جلو بود، شهید فرخزاد. میگم چی بود؟ بعد نابغه میگه که برنامه من زیاد بیننده داشت. آقا اگه به جای تو قلم رضای سبزی فروش هم بهش گفته بودن بیا اینجا راجع به تروبچه، تو شیراز به تروب و تروبچه های تروب بزرگ میگن توربیزه، اگه توربیزه و توربیزه گاوی و اینا میمد تبلیغ میکن، مردم نگاه میکردن نشون بده که آقا این تروبای قرمز اینجوری خوبه، این توربیز گویا رو نمیدونم رنده یا کوتراش کن با سرکه، دهنها افتاد الان امشب درست میکنن تروب بزرگ با رنده، بعدم یه اشکنه درست کنی برای گلودر. آقا این واقعا این یا هوای ویرجینیا بهار واقعا اینقدر بد ما رو اذیت میکنه، یه روز میشه میخوام خفه بشم. من اون روز یه جایی بودم داشتم با یکی صحبت میکردم، خب حالا اینجا به ما میگن دیگه لازم نیست ماسک بپوشی و اینا. یه دفعه همینجوری مثل الان فکر میکنی اینجا خشکه، نمیتونی آب بخوری، میترسی اگه آب بخوری حالا بدتر بیشتر بیفتی رو سرفه، و انگار یه نفر دست گذاشته اینجای گلوت. بعضی وقتا میگم ای کاش که من اون لوزه رو عمل نکرده بودم، چون اون گویا پیشگیری میکرده از این آشغال مشغالا. یه مدت دیگه میگم کاش که این موهای دماغمون رو کوتاه نکنیم، بذاریم اینجوری مو بزنه بیرون، این موها مثل فیلتر باشه. راجع به ماسک یکی مسخره میکرد، میگفت حالا گفتن ماسک بزنید، یکی گفته ماسک نزنید، چیکار کنیم؟ ماسک رو زد، بعد نصفشو پاره کرد، گفت از این به بعد من اینجوری ماسک میزنم.
نصفش باز که نشون بدم به مردم که من واکسن زدم، نصفش بسته که بهشون احترام بذارم بگم من هم که واکسن زدم ماسکو میزنم، شما هم اگه نزدی ماسکو بزن. دوستان توی مریلند، توی نیویورک، توی اوهایو جایزه گذاشتن از 400 هزار دلار تا 1,000,000 دلار و شما مثل بلیت بخت آزمایی، مثل لاتاری برنده میشی که بری توی اونا، بری اونجا چیکار کنی؟ بری اونجا واکسن بزنی. البته نمیدونم، اینم یک چیز اشتباهی به نظر من، این پولو باید بدم به اون بیچارهایی که به خاطر اشتباهات ترامپ و اشتباهات گاورنرهای دیگه فوت شدن، از بین رفتن، به قول معروف نون بیار خانواده شون از بین رفته. آهان دوست عزیز، یه چیزی دیگه هم که تو فیسبوک هست، اینایی که هم جنس گرا هستن و اینا، خب به ما مربوط نیست، هر کاری میخوان بکنین، بارها گفتم مال خودتونه، بدید بگیرید کی میشماره. ولی این که هی میان آقا نمیدونم من جذب شما شدم، آقا بنده زن و بچه دارم، 42 سال از ازدواج کردم، اصلا از این کارهایی که شما میکنید حالا نمیخوام بگم اصلا حالم به هم میخوره، چون میخوام بهتون احترام بذارم، ولی خب شما هم دیگه، این یه آقایی بود اینجا رادیو داشت میگفت این کاک و سرفه کاری به آب و هوا نداره، مال سن و سال هم هست. این اکبری همه سیگارا رو کشیده، حالا خودش چون سرفه میکنه میخواد بگه ما هم سیگاری هستیم سرفه میکنیم. به خدا دواش اینه که از صبح تا شب یه نصف لیموی تو آب بریزی بخوری، آب کم مزه، شبم مسواک که زدی یه آب نمک رقیق درست کنی، غرغره کنی اینجا و اینا، باز بشه بخواب. این تنبلی منه که این کارو میکنم. شبایی که این کارو میکنم شب راحت نفس میکشم تا صبح، خورخورم نمیکنم، صبحم که بلند میشم مثل یه جوان 20 ساله. ولی شبایی که تنبلم میشینم تلویزیون نگاه میکنم، جلو بفرمایید شام و جلو نمیدونم اخبار این و اون، هی چرت میزنم، بعدم دیگه حتی مسواکم یادم میره بزنم، اون موقع صبحشم باید عذاب پس بدم. عجب بشر آدم. این صندلی ما به اون وقتا، من یادمه یه دفعه توی برنامه یه نفر گفت شما که از فلان پول میگیری، من بلند شدم یه یلو پیج گذاشته بودم زیر پام رو صندلی عرض، یلو پیج رو پرت کردم به طرف دوربین و گفتم من رو صندلی عرج نشستم دارم برنامه میذارم، و توی احمق منو مثلا متهم توهین میکنی، متهم میکنی که از جای پول میگیرم. فوری یه نفر زنگ زده بود به اتاق کنترل به اصطلاح که میخوام یه صندلی برای سوربی بخریم، و آدرس تلویزیون رنگارنگ گرفت و اینها، و من تو برنامه بعدی گفتم که نه، اگه کسی میخواد 200-300 دلار یه صندلی برای من بخره، من ترجیح میدم 10 تا صندلی 30 دلاری بخریم، همه این بچه ها. اینا رو یادشون رفته، آقا خسرو، آقا داریوش، داور که مرد و رفت، ولی دیگران یادشون رفته. من آدم خودخواهی نبودم، اگه خودخواه بودم وقتی داور شبی 2,000 دلار از فرش فروش ها میگرفت به این خاطر که برنامهشون بعد از برنامه من باشه، فرداشم میگفتم من نمیام الا 300 دلار بدی، الا 500 دلار بدی. ولی داور هر روز میمده میگفت سروب جان من وضعم خوب بشه به تو پول میدم. ما میگفتم پول برای چی؟ میدونید ما اگر کسی بگه ندانسته اومدیم افتادیم تو این خط و اینا، ما بودیم واقعا. ولی ما روز شنبه شروع کردیم برنامه رادیو، موزیک بذار، حرف بزن، بخند، بعدشم برو کباب بازار و برو اینور اونور با دوستان باش، بعد به اینجا رسیدیم که حالا امروز بیایم بگیم آقا 800 دلار ما پول دوربین دادیم. خب بی انصافا، یادتون اون وقتا این تصویر، بذارید یه چی بهتون نشون بدم، این تا اینجا بود یه لحظه، بله این نشون خوبیه، نگاه کنید تصویر ما تا اینجا بود، یعنی اون پشت ما هرچی میذاشتیم به شما نشون نمیداد. ببینید این برنامه سربی با مردم گپی خودمانیست، همینقدر که این قرمز بود الان اینجا، بله کجاست اینجا، اون آقای اینجوری میکنه، همش نگاه خودش میکنه، یاد نگرفته نگاه کنه به یه جای سیاه، یا دوربینشو بچرخونه صفحه دوربین اینجا.
اگه آشنا هستی بهش، بهش بگو به من تماس بگیری یادش بده. میگه آقای سربی الان شما آب خوردی نوش جان، ولی این ایرج مصداقی 5 ساعت حرف میزنه یک قطره آب نمیخوره. میترسه جیش کنه. I don't know. یکی از افتخارای سعید کاووسی هم این بود که میگه آقا این چیه همتون لیوان آب و لیوان چایی و اینا میارید، من 2 ساعت برنامه میذارم آب نمیخورم. گفتم شما کار بسیار غلطی میکنی و چون کار غلط میکنی تو میکنی فکر میکنی کار درستیه. بعد عکس گرفتم اون زمان از تلویزیونای آمریکایی یکی یکی که نه یک لیوان، 2 تا لیوان، لیوان قهوهش اینجاست، لیوان آبش هم بغلش. خود من هر وقت میمدم اونجا آب بود، آبجوم بود و من فکر کنم اولین مجری تلویزیون ایرانی باشم که آبجوم آوردم اونجا. گفتم من میخوام آبجو بخورم، به تو چه؟ تو نمیخوای بخوری بشین چای تو بخور. اینم از دیوید لدرمن یاد گرفته بودم که لیوان ویسکیشو میآورد، سیگارش هم میآورد. بعد یه معتاد بدبختی بود، آقای مرد، حالا هرچی بود اسمش رفت، لنگم بود. این یه دفعه اومد با لیوان ویسکی و فلان اینا، بعد خیلی ها زنگ زدن آقا این حالا شما اگه آب میخوری آب جو میخوری، ولی این چیه؟ این نه حرف بلده بزنه نه چیزی، حالا ویسکی هم میخوره. گفتم والا نمیدونم. خب من یه چند تا از این چیزایی که اینجا نوشتم و گذاشتم براتون بخونم، بعد یه چند دقیقه برنامه خودم رو زودتر تموم میکنم که اون ویدیویی رو که پتیک عزیز فرستاده بهتون نشون بدم. ویدیو اینه، بیام توی شماره 1، پرونده شماره 1 اینه. و اون آقا هم حالا دیگه اسمش یاد گرفتم، شما گفتید آقای رزوانی، رزوانی، بله، اولین عمل جمجمش رو میگه در، بذارید ببخشید، البته یه سوالی برای من پیش میاد. این آقای رزوانی یه حرفی گذاشت تو دهن این دکتره، اون دکترم بیچاره گفت بله. خیلی ها هست اینجا تو تصادفات دستشون قطع میشه، انگشتشون قطع میشه، پاشون قطع میشه، همراه خودشون میبرنش بیمارستان وصل میکنن. یعنی الان چند سال رست شده، ولی این آقا شما بگی یه دستی رو از روی جسد برداشتی گذاشتی، یعنی چی بوده؟ یعنی دست نداشته، اینا یه برنامه درست کردن، یه جسدی رو آوردن، یه کمی چیزه. کلن این فیلم 6 دقیقه است، به همین خاطر و به خاطر اینکه یه وقت یوتیوب یقمونو نگیره، من تو برنامه خودم اینو نشون نمیدم، ولی برنامه خودم رو 6-7 دقیقه زودتر تموم میکنم، این فیلم رو هم نشون میدم، بعد در تمام بازپخش ها هم هست، روی فیسبوک هم نشون میدم. امیدمون این باشه که دیگر دکترها هم به جای اینکه به جای یه ماشین شیک 10 تا ماشین شیک داشته باشن، بعدم مجبور بشن یه نفرم استخدام کنن از ماشیناشون مراقبت کنه، بعدم وقتی خودشون نیستن اونی که از ماشیناشون مراقبت میکنه، گاهی وقتی هم از خانمشون مراقبت میکنه، اینا برن برسن به 4 تا چیز. اون بدبخت عوضی هم که زنگ زده به دوست من و گفته سربی تلفنتو داده، ممنونم ازش، چون باعث شد من یه بار اینو بگم دوستان، سربی به هیچ وسیله‌ای شماره تلفن هیچ کس رو به هیچ کس نمیده. این رو هم از داور یاد گرفتم، حالا بعد دلیلش رو بهتون میگم. ما وقتا که اونجا بودیم یکی زنگ میزد حرف میزد سلام علیکم اینا، آقا شما فلانی رو میشناسی؟ فلان راستی شما آقا اکبری هم میشناسی؟ آقا بابا این پادگان شماره 4 بود، من هوا برد بودم اینا، شماره تلفنشو داری؟ میگفتم وایسا. وقتاً دفتر بود، یه دفتری میآوردم اینا. یه دفعه داور گوشی رو از من گرفت، گفت که آقا لطفاً بعداً زنگ بزنید. گوشی رو گذاشت اونجا، گفتم آقا چرا این کارو میکنی؟ گفت بیا بشین. تو ایران 118 بود، 08 بود، چی بود؟ اینجا ما داریم بهش میگن 411، اطلاعات بود دیگه، حالا فکر کنم از بین رفته. گفت آقا مگه تو اطلاعاتی؟ بعد برنامه بیای بشینی هی تلفن بزنی؟ گفت من یه سوال ازت میکنم، فکر میکنی الان این شماره اکبری رو بدی به این، این ور میداره مینویسه؟ قولت میدم دفعه دیگه وقتی میخواد به اکبری زنگ بزنه میگه شماره اکبری رو من از کی گرفتم؟ از سربی. دوباره به تو زنگ میزنه. دیدم راست میگه. این داور آدم بسیار باهوشی بود
ولی هوش و استعدادش رو در راه بد استفاده کرد، در راه بی‌تربیتی و در راه دروغ و در راه لاتبازی و اینا. خدا بیامرزته، شب جمعه است یا فردا، امروز جمعه بود، در هر صورت. خب بریم تو اینها. اون فیلمه گفتم بهتون 6 دقیقه است. دوستان شما هم حتما دیدید یه جایی طرف میاد یه ادعایی میکنه و مثلا ادعای این که خیلی دوست داره بچه ها هست و اینها. یه فیلمی به دست من رسید، چند بار نگاه کردم، حالا میخوام برای شما هم بذارم. این نمیدونم صدا گذاشتن روش یا واقعا همین جوریه. بذارید ببینم میتونم یه لحظه اجازه بدید صفحه‌شو اندازه اینجا کنم. اینه آقا، هم شکلش مثل پاکستانی هاست. البته خب خیلی از دوستان ما تو بلوچستان و اینها هم این شکلی هستن که خب فرق نمیکنه، اونم نزدیک. شما میدونید بلوچستان دو تا داریم، بلوچستان ایران داریم، بلوچستان پاکستان داریم. این آقا رو نگاه کنید، توی صحبتی هم که میکنه، بذارید من بلندگو رو باز کنم صداشو میبینیدش، یه وروری اینجا داره صدا میده، نمیدونم مال چی، کامرای دو. این آقا رو با دقت گوش کنید و تماشا کنید. We want to spread the word of love, to tell everyone our children need love. آخه من هر وقتی پسر کتک میخوره دلم براش میسوزه. آقای به اون با انگلیسی میگه ما میخوایم تو دنیا این رو پخش کنیم که بچه های ما احتیاج به عشق و محبت دارن. بعد این بچه های بدبخ میاد سرش میاره جلو دوربین اینجوری محکم. من نمیدونم واقعا این صدا گذاشتن روی این فیلمه یا چیز. اینم از این و خیلی ممنون، متشکرم. پس بریم سراغ این چیزهایی که گذاشتیم اینجا ببینیم چه چیزهایی بوده. در رابطه با این بابک خرمدین و ماجراهایی که الان هست که به نظر من غلطه، همون روانشناس نباید حرف بزنه، همون دادگاه و پلیس و اینا نباید حرف بزنه، همه اونها باید بگن فعلا پرونده در به اصطلاح جریانه و ما در چیز هستیم، در بررسی و اینا هستیم، تا بعدن که به دادگاه بره ما حرف نمیزنیم. ولی متاسفانه همینجا هم این ماجرا هست. ولی اینو داشته باشید، این بار اولی نیست که یه پدری پسرشو کشته، گور پدر آخوندا. خیلی از آخوندا هم شنیدیم بچه های خودشونو دادن تحویل دادگاه انقلاب و اینا. اون یکی چی بود؟ خودشم رئیس دادگاه هرچ. ولی نگاه کنید شاه‌ها، پادشاه‌ها هم این کارو کردن. نادرشاه بچه‌شو کور کرده، اون یکی نمیدونم داداششو کشته، اون یکی فلان. خیلی از بچه‌ها هم پدر و مادرهاشونو کشتن. همینجا که ما هستیم 20 مایل 30 کیلومتر میری اونورتر، یه قاضی بدبخت این همه سال قضاوت کرده تو دادگاه، حالا حق و ناحق کرده، یه خونه‌ای داشت زندگی می‌کرد. پسرش از این آدمای معتاد و اینا با دوست دخترش با این شمشیرای مال ژاپنیزا هست، مال سامورایی، رفتن بابا رو کشتن، تیکی تیکی کردن. حالا ببین حماقت که بعدن خب دیگه بابا نیست، پولش میرسه به من و تو، ما با هم خوش هپیلی ایور افتر، یعنی دیگه بعد از این با خوبی و خوشی زندگی میکنیم. اولین کسی که گرفتن اینا بود، بعدم برای که اینا با هم مسابقه میدن، دختره گفت این به من گفته بریم بکشیم، اون گفت اون، دوتاشون رو مخالف اندیگه انداختن. خلاصه اینا، اینم بوده. حالا ببینید یه داستانی که خانم به نام مرجان ناقی یا نقی اینجا نوشته مدت هاست که من اینجا چیزی نمی نویسم، اما اتفاق دیروز مجبورم کرد کامنتی را که برای دوست عزیزی در زیر پستش گذاشت. حالا دیگه اینو رو ننویس دیگه، بگم بعد از مدت ها امروز این کامنت رو گذاشتم. اصلا اونم لازم نیست، اگه شما رو دنبال میکنه میدونه که بعد از مدت ها امروز گذاشتی. ما زیادی زر میزنیم. همین من سوربی الان نباید حرف میزدم، با این جمله اولو ول میکردم میرفتم دوم. خب شاید که برای عده دیگری قابل تأمل باشد. مربی مهد کودک، میگه خانمی که 13 سال در آلمان بود و مربی مهد کودک بود، یه وقت این سرزده، درسته یا سرنازده؟ سرزده اومد خونه و دید دختر 13 سالش با دوست پسر 13 ساله همکلاسیش روی تخت خواب او در حال سکس و عشقبازی هستن. طبیعتا برای مادر شوک بود و ناراحتی او قابل درک،
اما آنچه مادر انجام داد در ادامه این بود. دوست پسر 13 ساله دخترک آلمانی بود و مادر ایرانی بلا فاصله چاقو برداشت و حمله کرد به دو بچه لخت در تخت که از ترس می لرزیدند و یکی از بیزه های پسر را این مادر ایرانی ترکانده بود و صورت دختر خودش را روی همان تخت خواب با چاقو خط انداخت در شهر بخوم آلمان. تازه در تمام دوران مشاوره داد می زد و می گفت این دختر جنده، به بچه 13 ساله خودش را میفرستم ایران پیش بابای فلان فلانش و یک بار در طول 3 ماه ابراز پشیمانی نکرد. در وجودش آن همه گشت ارشاد و تجربه های ایران زبانه میکشید و خوشبختانه دولت دختر را از او گرفت و دختر که حاضر نبود دیگر به مدرسه قبلیش برود به یک هایم بچه ها در شهر برلین آقای اکبری منتقل شد و مادر دیگر اجازه دیدار او را نداشت و از کار مهد کودک هم برکنار شد. تازه مدام ما اصرار داشتیم که بگوییم مشکلات فرهنگی مادر ریشه در قوانینی دارد که مادر با آن بزرگ شده و به این علت اختیار خودش را از دست داده و شوک بوده، اما خودش باز نعره می زد و از کارش دفاع می کرد. ایشان نه حجاب داشت نه اهل نماز بود، خودش دوست پسر داشت، مشروب هم می نوشید و تحصیل کرده هم بود. میگه در این سالها تجربه های بسیار ناباور کردنی از والدین ایرانی داشتم که هر کدام می تواند باعث شوک بزرگ بشود. دوستانی که من را می شناسند، همین خانم گفتم چی بود پشمان مرجان نقی گمز میگه که دوستانی که من را کوه کجا را دوستانی که من را میشناسند میدانند که آن زمان در آلمان هر آخر هفته من در یک مکان که متعلق به شهرداری بود در قالب تئاتر درمانی با خانواده‌های مهاجر کار میکردم و هر بار روایت تازه‌ای از خشونت. دوستان حالا همینجا این چون طولانیه من براتون میذارمش توی فیسبوک، اونایی هم که از طریق یوتیوب این برنامه رو میبینن اگه خواستید میتونید یه ایمیل بفرستید براتون بفرستم، اگه فیسبوک ندارید بعدم اگه فیسبوک ندارید چرا ندارید خب برید بگیرید. این از این گذاشتمش اینجا، این داستان طولانی ولی میگه comment cannot be longer than 8000 character. میگه از 8000 تا این ببین خانم چیز که طولانی مینویسی اینجوریه. در رابطه با اون چند روز گذشته من داشتم این بحثای روانشناسا و اینا رو گوش میدادم که راجع به چی صحبت میکنن، همین قتلی که تو ایران انجام شده، یکی از همونا اون بود که گفت بچهش دستشو میخوره. اون خانمه اومد گفت که ما اینجا نه نسخه میدیم نه کسی رو تبابت میکنیم، فقط پیشنهاد میکنیم. گفت که یک چیزایی هست که دخترتو میبری با سند با ماسه بازی میکنن، اون دختره از بازیایی که میکنه، مجسمایی که میسازه، چیزایی که میسازه. یه چیزی دیگه هست همین تئاتر نمیدونم تراپی، یه چیز دیگه هست نقاشی میکنن، از این نقاشی ها و اینها میفهمن که این مشکلش چیه. چون آقایی که اومده بود تو اون اتاق هی داشت اصرار میکرد که ما هیچ مشکلی هم نداریم، زن شوهر خوب هستیم، پدر و مادر خوب هستیم و این دخترمون این کارو میکنه. بعد اون میخواست بهش بگه که ممکنه شما نتونید از دخترتون سوال کنید، ممکنه تو مدرسه تو مهد کودک و اینا. در اصلاح دوستان باز برمیگردیم با اون اول برنامه، من بذارید ببینم اینو میتونم کمترش کنم. بله ببینم میتونم 8000 ماشالله این همه شما نوشتی خانم، 8000 کلمه. حالا اونم بگو حالا 100000 تا باشه برای شما، بازم قبول نکرد، نصفشم کردم قبول نکرد. آدم وقتی میخونه خودش نمیفهمه. بله این داستانی که این خانم داره میگه، میگه سال 2015 یک کیس داشتم که مادر ایرانی دوست پسر آلمانی داشت و خودش 12 سال بود که در آلمان بود. این میخواد بگه اون آقای سرهنگه، من پس تیترشو میذارم اینجا، شما شاید این تیترشو توی گوگل و اینها کلیک کنید، نوشته این خانمم بیاد، به احتمال زیاد نوشتهش میاد توی چیز. خب این از این، من سعی میکنم با وجودی که خب این یک شوک بزرگی به جامعه ایرانی هست، خیلی شوخی ها ساختن، الان طرف نوشته که پدر مادرت اگه یه چیزی گذاشتن توی یخچال نخور، ممکنه بعدن خودت بعدن تو رو بخورن، اگه اون کتلتو خوردی بعدن اونا تو رو بخورن، از این ماجرا و اینا. واقعا غم انگیزه، حالا چی تو مغز اینا بوده، چی بهشون گذشته،
پدره حتی میگه من به این گفتم بیا برو خونه ما پولت میدیم بخر برو جدا جدا. آخ کسی که کارگردان سینما هست و اینا دیگه باید یه پولی داشته باشه که نخواد با مامان بابای زندگی کنه. حالا اونم میندازیم سر این آخوندا. بعد پسر 48 ساله بله تو ایران تا 30 سالگی هم زن نداره. بعد میگن پدره میگه این دخترها رو میورده خونه. پدره ادعا میکنه اون کارهای خلاف شهر میکرده. من آمدم خب برم ببینم براتون دیگه چی گذاشتم اینجا و 45 دقیقه این هم از ماجرا. قدرت را به زنان بسپارید. آقای امیر هوشنگ آریانپور امروز یک موزیکی برای من فرستادن خیلی جالب بود. یه خواننده یه آهنگی میخونه که ما مردا از اول تاریخ از موقعی که یادمونه شروع کردیم چیزها رو گرفتیم گفتیم مال منه میخوام بهترش کنم بزرگترش کنم سریعتر بره نمیدونم بیشتر قدرت داشته باشه بیشتر آتش بزنه و اینا دنیا رو رسیدیم به اینجا. آیا وقت این نرسیده که قدرت رو به زنان بسپاریم تا اونا متاسفانه الان زنا خیلی هاشون دیگه از اونوری رفتن و به همین دلیل رشد جمعیت در جهان رو به کاهش رفته چون زنه وقتی مستقل شده رفته به اصطلاح دو تا دوست هم پیدا کرده با هیچ که نمیسازه و اینها بعد میگه حالا بچه برای چی بیارم من چرا خرج یکی دیگه بدم این خودخواهی رو اینا رو میرسونه. شاید اگه من این چیزی که الان مثلا بلدم وقتی 20 تا 22 سالم بود شاید ما هم همین مثل اینا بچه دار نمیشدیم میگفتیم ما چی کار کردیم چه دست گلی به سر خودمون زدیم توی دنیا که بخوایم یه نفر یا دو نفر دیگر بیاریم توی این جهان. میدونید اینم هست آدم نباید اونا رو فقط سرزنش کنه. در هر صورت جهان به سوی یک جای تاریک و سیاهی میره که امیدوارم یه نفر به فریادمون برسه. این ویدیوی خیلی قشنگیه من تا یک شنبه نگهش میدارم. اگه کسی میخواد یه موزیک ویدیو با زیرنویس فارسی اینم عکسشو نشون میدم. نمیدونم اینا حالا با همین چیز گذاشته ترجمه نریمان زن کبنو اجازه بدین این بله نمیدونم به درد میخوره یا نه اینجوری بهتره. اگر میخواین این آهنگو یک ایمیلی یا به آقای هوشنگ آریان امیر هوشنگ آریانپور یا به من بزنید من این صفحه رو بذارید نشونتون بدم. ببخشید که سلکت ایریا از این گوشه تا این گوشه ویدیو رو بهتون نشون بدم که همه این نوشته رو ببینید. بله اینه کامرای دو. او یک قهرمان است نه یک احمق و قدرت تغییر قوانین و اینا رو دارد. منظورش زنه و گفتم هرچی میخونه توضیح میده که ما چرخ رو ساختیم ما آتش رو ساختیم ما از آتش اسلحه و از چرخ این و اون ولی به کجا رسیدیم. بیایم قدرت رو بدیم به زنها بلکه یا شاید اونها هم این دنیا رو درست کنن هم دنیای فردا رو. اینم از این. و خودکشی هنگام ضبط ویدیو برای تیک تاک جوان پاکستانی ناخواسته به سر خود شلیک کرد. خب اینه که ما دیده بودیم ویدیو درست میکنن در ماشین باز میکنن ماشین داره میره میان بیرون میرقصن فیلم بگیرن بذارن. بعدم آقای زمانیان برای من به اصطلاح قصه خورده بود که چرا بینندای تو هزار تو باشن. آقا من اگه یه روزی بیام جلو تلویزیون بزنم خودمو بکشم حسا یه نفر آمریکایی این کار کرده برنامه اخبار شب اومده خودش شوت کرده اون ویدیوی من 1,000,000 نفر میبینن ولی چه فایده داره؟ نه برای من فایده داره نه برای بیننده ها. ولی همین هزار تایی که میان تو یوتیوب میبینن بعدم حالا ما نمیخوایم قلوف کنیم هی مثل آقای همایون بگیم الان 500 نفر به من درخواست دادن. برید نگاه کنید بعد از این یکی دو روز که ویدیوهای ما اونجا میمونه تازه دوستان بعدن میان. اینم یه اشتباه من بوده. من همیشه بهشون گفتم برنامه ها بعض وقتا مثل کتلته شب مونده که میشه خوشمزه تر میشه به دلیل اینکه شما هم گرسنه تر میشین میای میشینی سر دل استراحت هر وقت دلت بخواد نگاه میکنی. بیشتر دوستان میرن این بر اون بر نگاه میکنن تو فیسبوک نگاه میکنن و به دلیل اینکه ما خیلی پراکنده شدیم دیگه ما آمار درستی نمیتونیم بگیریم. توی آپارات میذاریم توی فیسبوک میذاریم توی فیسبوک مردم میذاریم توی یوتیوب میذاریم توی مردم تیوی نشون میدیم
توی تویچ نشون میدیم چی میتونه بگیره. مثل فرخزادم نیستیم که بگیم برنامه من پربیننده تر بود، چون اگه اینو بگم فوری همین آقای زمانیان از ایران فریاد میزنه آخه مرد اگه دیوانه تو از کجا میدونی الان فلانی چند تا بیننده داره. ولی اونا میگن، مردم هم تو مهمونی ها میگن آقا این فرخزاد اصلا از ما خیلی جلوتر بود. بله اون دوست داشت همیشه جلو باشه. خب بگذاریم دوستان، خودکشی و پکن ناو جنگی آمریکا به طور غیر قانونی وارد آبهای ما در دریای چین جنوبی شده است. یک فلسطینی معلول به همراه همسر باردار و دختر 3 ساله‌اش در حمله اسرائیل کشته شدند. آقای مناشه امیر میایی تو برنامه شهرام همایون، ماشاءالله چقدرم زشت شدی آقا، دیگه پیر شدی، عکس قدیمیات قدیماتو بذار. اومد اینجا یه دفعه خدا وکیلی بهتون بگم بو میده این آقای مناشه امیر، نمیدونم مال کت شلوارش بود مال خودش بود. حالا دیگه میای اونجا میگی ما 30 ثانیه 5 دقیقه به اینا وقت میدیم بره، میگه آقای معلول خانمش باردار با 3 تا بچه کشته شدن. البته اینم باز جای سواله. خب تو که خدا زده معلولی، حالا زن گرفتی زن کمکت کنه، هی زرت و زرت میشینی بچه درست میکنی؟ خب اونا هم بچه درست میکنن، لابد میگن جمهوری اسلامی فردا میاد یه حقوقی میده. اینم از این ماجرا. خب جنگ غزه، حماس از احتمال برقراری آتش بس در 2 روز آینده خبر داد. هر دو طرف گفتن ما پیروز شدیم. دیشب گویا به اصطلاح قرار بود آتش بس بشه. روحانی 2 بیل میخواستیم برای زدن به کمر کرونا و تحریم، هر دو را یافتیم. ای کاش یه نفر یه بیل میزد تو گردن تو. روحانی تو 20 سال تو کارهای اطلاعاتی بودی، چند سال رئیس جمهور بودی، مردک بی، برو به زندگیت برس. فکر کنم 70 سالشه، یه دونه چروک تو پیشونیش نیست، این اگر ریش رو بزنه اصلا میتونه کاسبی کنه. اتفاقا تکرار برنامه شما مثل لایف قطع وصل نداره، من هرچی نمیفهمم در تکرار نگاه میکنم. خب اینم یه دلیل دیگه، همین لایف رو نه که ما مثل عین یه جوب آبه، عین آب خونه است. شما حساب کن ما میخوایم دوش بگیریم، مثلا عممون وایساده آب میده به باغچه، اینجوری میشه. اون موقع ما یک کانکشنی میزدیم وصل میکردیم به کانادا، تموم رفت. آقا الان من بذارید من واقعا بهتون نشون بدم، ببینید اسپید ما چقدره. speedtest.net همین امروز صبح اومدم گرفتم، نزدیک 900 و 1000 و اینها بود. ولی نگاه کنید دوستان، روزی که من خواستم تلویزیون مردم رو سال 2003 را بندازم، طرف به من گفت آقا باید 2 مگابیت سرعت داشته باشی. یا 2 مگابیت، الان 1000 مگابیت سرعت دارم، ولی باز دوستمون میگه قطع وصل میشه. چرا؟ برای که هی پخشش کردیم، اینجا برو به فیسبوک 1، اینجا برو به فیسبوک 2، اینجا برو به تویچ، اینجا برو به یوتیوب، اینجا برو به نمیدونم مردم تیوی دات کام. بعد خود اینا هم هر کدومشون چند تا پشتشان دارن جاسوسی میکنن، هی اونا هم سرعت میگیرن. نگاه کنید این آزمایش دست به اصطلاح سرعت speednet.com، من براتون اینجا نشون بدم. اینجا دیگه این گوی و بز حاضر، دوز هم حاضر. میزنی روی گو، یعنی برو تا بریم. اولا پینگ مهمه، پینگ هستا، اون کلمه پینگ پوینگ، من از این بر میزنم اونا از این بر میزنن، من میفرسم اونا میفرسن. این صبح 3000 ثانیه بود، الان شده 5. بعد ببینید داره سرعت دانلود رو نشون میده، این صبح 988 بود، کاش عکس گرفته بودم. دانلود 988 مگابیت پر سکند، مگابیت نیستا دوستان، مگابیت پر سکند. اینم سرعت اپلودمون. یادم اون وقتا ما دستگاه جلویز تبلیغ میکردیم بفروشیم، اینو بذارم بره که ببینید. ببینید سرعت خودتون الان امتحان کنید، این میگه پینگش 5، 407 199. ولی وقتی میریم تو این سوراخ اون سوراخ، این هم چیزی که با آقای شهرام همایون هم میخواستم یه دفعه بگم راجع به صداش، گفت صدا اشکال داره و اینا، و خیلی سیستم بدی داری آقای همایون اونجا. اونجا آدما وقتی با نظر من مخالفن حتی نمیذارن پیام من به گوش تو برسه. خب این خیلی بده، شدیم برای خودتون شاه، شدیم برای خودتون خامنه ای، یه مشتی گور دور سر خودتون جمع کردین، بعدم 2 روز دیگه میگید که تقصیر اونا بود. خب من دارم امروز بهت میگم
اینم از این ماجرا. نخست وزیر آلبانی بازیگران دیگر غرب بالکان خوشنیتی اروپا را ندارد. بازیگران دیگر غرب بالکان خوشنیتی اروپا را ندارن. نخست وزیر آلبانی میدونید که گفت به کسایی که تو کشورمون غیر قانونی هستن میخوایم کارت بیزینس و اینها هم بدیم. اجازه بدین من دوستان ازتون خداحافظی کنم و این فیلم رو بهتون نشون بدم. سعی میکنم یه برنامه چهارشنبه بذارم میتوخ، درست میگم آقای اکبری؟ میتوخ چهارشنبه رو تو آلمان بهش میگن میتوخ، وسط هفته است. وکیلا و دکترا و اینا اون موقع تعطیل بودن، ما که اینجا تعطیلی نداریم، ولی میتوخ بیان با شما باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید، خوشحال شدم از اینکه وقت عزیزتون رو با ما گذروندید. بذاریم ببینم این فیلم رو اگه اینجا نشون میده، یه لحظه بیارمش اینجا. بله پلیر تو. من بای بای، من بای بای. دیدید وقت تلفن میگه از من خدا حافظ. خب اینم بذاریم اینجا پلیر تو. این صداشم بگیم چی؟ والیوم کامان من. این نوه من یاد گرفته میگه کامان من. عجب چرا صدا نداره؟ یه لحظه، اگه اونجوری گذاشته بودم بهتر بود که. آدیو آدیو عجیبه، این یکی آدیو نداره. بذار بذارمش تو این یکی دیگه، شاید اون یکی آدیو داشته باشه. اوپن اوپن ریسنت. آها آدیو دیوایس، باورتون میشه؟ نو ساوند میگه اسپیکر. اوکی حالا شد، میارم براتون از اول. اینو استاپ میکنم، پلیر 4 اینو گوش کنید. پلیر 4 نه افکت 4. حواست کجان تکنیشن؟ ببینید بعدش که میشه برگشتید. برگشتم. اولین عمل جمجمم رو در خوزستان کردم بعد از فارغ التحصیل. اولین عمل فکم و فک بالا